با تموم کردن مدرسه باز برگشتم نیومون هنوزم دنبال رنگی کمون بودم اما نیومون مثل همیشه نبود نه پری بود نه ایلزه و نه تدی باید با تنهاییم کنار می اومدم ایلزه رفته بود مدرسه فن بیان مونترال با اشک و آه از هم جدا شدیم اما میدونستم تغییرات و جدایی ها اجتناب ناپذیره پری هم رفته بود شارلوت تاون تا حقوق بخونه اما خداحافظی تدی از همه دردناکتر بود دیگه صدای سوتش رو تو بوتزار نمیشنیدم. دیگه مدل نقاشیاش نمیشدم. دیگه از دیدنش دهنم خشک نمیشد و قلبم تون تون نمیزد. مطمئن بودم تدی برام با همه فرق داره. از همه کس و همه چیز برام مهمتر بود. اما تدی هم باید میرفت دنبال رنگین کمونش. باید میرفت مدرسه طراحی مونترال. قبلی رفتنش با هم جاده امروز دیروز و فردا رو طی کردیم. با هم آسمون ارغوانی غروب و تماشا کردیم. آه کشیدم و گفتم حتی اگه هیچ وقت رنگین کمون پیدا نکنیم باید دنبالش بگردیم جست و جوشم کمتر از پیدا کردنش لذت نداره تدی مطمئن گفت اما ما حتما پیداش میکنیم ما گفتن تدی قلبم و لرزوند بی اختیار فکر کردم یعنی همون قدی که تدی برام مهمه منم براش ارزشمندم همون قد که من دلم براش تنگ میشه دوری منم برای تدی سخته وقتی صدام کرد پیرهن ابریشم زردمو پوشیده بودم. لایه موهام چند تا گل زرد و سفید زده بودم. یعنی دیده بود؟ یعنی فهمیده بود؟ چیزی که نگفته بود. به خودم نهیب زدم. من و تدی فقط دوستیم. تدی از فکر و خیال بیرونم آورد. اخمو گفت. نمیدونم چرا. چرا حالا که راهم و پیدا کردم و میخوام توش پیشرفت کنم احساس پوچی میکنم. بعضی وقتا نصف شبا بیدار میشم فکرای عجیب غریب بیچارم میکنه با خودم میگم که چی؟ بعدش چی؟ سر تکون دادم تدی از حس آشنایی حرف میزد از نصف شبایی که منم تجربه کرده بودم از شبایی که به نوشتن فکر میکردم آخرشم به این نتیجه میرسیدم که باید نوشتن و ویل کنم باید برم دنبال کاری به درد بخورتر بعد انقدر گریه میکردم که بالشم خیس میشد به تدی دلداری دادم نظر نصف شبای خاکستری که درت کنه معیوست کنه گفت شاید اما همیشه وقتی بیدار میشی و خوابت نمیبره فکرای ناراحت کننده دورت میکنه انگار همه ی آرزوهاد نشدنی میشه من فقط دو تا آرزو دارم یکی شینه هنرمند معروفی بشم اما گاهی خیلی میترسم میترسم موفق نشم میترسم همه مسخرم کنن اگه شکست بخورم مادرم ازم ناامید میشه. با اینکه ذهنم هنوز درگیر آرزوی دوم تدی بود گفتم نباید بترسی، مطمئنم موفق میشی. مطمئنم مادرت بهت افتخار میکنه. آقای کارپنتر همیشه میگه کاریو بکن که ازش میترسی. تدی تو خیلی با استعدادی. من قبولت دارم. همه قبولت دارن. نترس. فقط برو دنبال رنگین کمونت. اگه پیداش نکنم همه رو ناامید میکنم. تو رو ناامید میکنم پیداش میکنی آسمون رو نشونش دادم و گفتم اونجا رو ببین ستاره آلفا عاشقشم یادت چه قصه های جالبی در موردش میگفتی؟ هر وقت تو آسمون دیدیش یادت باشه من خیلی قبولت دارم تدی لبخند زد و گفت بیا قول بدیم هر وقت ستاره آلفا رو دیدیم یاد هم بیفتیم هر جا و تا آخر عمرمون حرف و نگاه تدی زربان قلبم رو بالا برد. بهش گفتم قول میدم. قرار و عهد پر احساسی بود. یعنی ممکن بود معنای خاصی داشته باشه؟ سر در نمی آوردم. فقط می دونستم تدی خیلی زود میره. نیومونم سرد و خالی میشه. فکر کردم شاید بهتر بود منم با دوشیز رویال میرفتم. اینجوری مجبور نبودم جای خالی دوستامو تحمل کنم. تدیم مثل ایلزه و پری رفت. تا چند روز حالم خوب نبود. حوصله هیچ کاری رو نداشتم اما باز یاد رنگین کمونم افتادم نبرد سختی پیش روم بود اما جوان بودم و عاشق زندگی پر انگیزه تر از همیشه نوشتم و نوشتم و نوشتم گاهی ناامید می شدم پیش چشمم همه چی بیفایده می شد نوشته هام کم ارزش و پر ایراد بودن اما دست بردار نبودم عاشق نوشتن بودم همین عشق حلم میداد سر پا هم می داشت. میدونستم رنگین کمونم جایی منتظرمه فقط باید پیداش کنم خاله الیزابت هنوزم نظر مساعدی در مورد نوشتن و شعر و داستان نداشت اما باهاش کنار اومده بود دلیلشم چکایی بود که کم و بیش به دستم میرسید توی نیومون هر جا میرفتم پچپچ اهالی و میشنیدم که میگفتن دختری که مینویسه شهرت و لقبی که بهش افتخار میکردم وقتی بیشتر به خودم افتخار کردم که شعرم تو مجله مارچوود چاپ شد با صفحه و طراحی اختصاصی. طرح چنگی به دل نمیزد ولی اولین بار بود که برای شعرام انقدر قدر و منزلت قائل شده بودند. خبر خوش بعدی در مورد داستان اتهام بود. چند جا فرستاده بودمش، هر دفعه رد شده بود، اما بالاخره تو مدیسنس چاپش کردن. ویراستار مهربونش نوشته بود داستانم جذابه. بعدم چک پنجاه دلاری فرستاده بود. خاله الیزابت هنوز به چکایی که دستم میرسید بدگمان بود. شک داشت بانک نقدشون کنه اما خاله لورای نازنین وقتی چکودید دید گریه کرد گفت بهم به افتخار میکنه پسرم و جیمی هم گفت مدیسنس یه سر از بقیه مجله های آمریکایی بالاتره اما چاپ داستانم بی درد سرم نبود بولا گرنت یکی از دختر خاله های خاله الیزابت نامه تند و تیزی برام فرستاد توش نوشته بود دوست نداره سوژه داستانام بشه و مایه تمسخر مردم نوشته بود بهتر بزلگویی و شوخ طبعیم و جای دیگه ای خرج کنم با کلی حرفای دیگه که هم توهینآمیز بود هم لجم و درآورد البته به همین رضایت نداده بود نامه تند و تیز دیگه هم به خال الیزابت نوشته بود گله و شکایت مکتوبش جنجال خونوادگی به پا کرد دختر خاله خال الیزابت هیچ نکته جذابی نداشت که شخصیت اول داستانم بشه چرا باید موقع نوشتن داستانم یاد بولا کسل کننده میافتادم اما هر کار کردم خاله الیزابت باور نکرد بیگناهم. با وقار خاصی گفت ماری ها برای پول درآوردن آوردن همچین کاری با خونواده و دوست و آشناهاشون نمی کنن. اما بدترین ضربه رو پسرم و جیمی زد. کلی به داستانم خندید. بعدم گفت به حرفای بولای پیر اهمیت نده عروسک. با شخصیت خالکیت حسابی از خجالتش در اومدی. همون اول داستان از دماغ درازش فهمیدم منظورت کیه. بعد چشمکی زد و گفت البته بهتر صداشو در نیاری هرچی گردن نگیری برات بهتره هرچی و لابه کردن فایده نداشت دماغ دراز شخصیت داستان مدرک انکار ناپذیری بود حتی پسرم و جیمی هم باور نمیکرد منظورم دختر خاله بولا نبوده کمی بعد داستان تند و تیزی در مورد مردم شروزبری تو روزنامه شارلوت تاون چاپ شد همه متهمم هم می میکردن این داستان رو نوشتم تا از مردمش شروزبری انتقام بگیرم میگفتن هنوز به خاطر شایعه خونه جان پیر ناراحتم. هم. میگفتن همه ماری ها همینقدر کینه ای و تلافی اتهامی که هیچ وقت ازش مبرا نشدم. پیشگویی دوشیز رویال یکی یکی درست عذاب در اومد. اما زیادم برام بد نشد. بعد داستان گزنده شارلوت تاون به همه گرد همایی دعوت می شدم. مردم می اگه دعوتم نکنن سوژه داستان بعدیم باشن. تو همین گرد بود که با المر وینسن آشنا شدم. جوون خوش ای که حرفای قشنگی میزد شعره قشنگی میگفت شایدم چون تو شعراش بهم به میگفت بانوی ماه و آتش دلم میلرزید هر وقت یادش میافتادم لپام گل مینداخت نوشتن رو گذاشته بودم کنار دائم تو فکر و خیال جوون از راه نرسیده بودم خاله الیزابت و خاله لورا حال روزم و رو می دیدن. اما بعدشون نمی اومد وصلتی در کار باشه. در مورد داماد احتمالی تحقیق کرده بودن. خونواده خوب، موقعیت اجتماعی خوب و شغل خوب. همه چی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتن. المر وینسن حتی بهتر از اندرو بود. اما این حس و حالم شیش هفته بیشتر دوام نیاورد. با همون سرعتی که عاشق شده بودم سرد شدم. دیگه نه دست و دلم میلرزید نه رنگ به رنگ می شدم. حتی از رویا بافیای شبونم هم خبری نبود. چشمه سیاهی که عقل و دینم و برده بود دیگه برام با چشمه گاف فرقی نداشت. خسته شده بودم. حوصلم سر رفته بود. حرف جدیدی نداشتیم به هم بزنیم. حتی وسط شعرهای عاشقانه وینسن خمیزه میکشیدم. بعدم همه چی تموم شد. همه فکر میکردن خواستگار جدیدم ورم کرده. برا همین برام دل می سوزندن. فقط خاله لورا و خاله الیزابت می دونستن قضیه از چه قراره. خاله الیزابت دائم قور می زد مثل بقیه استارا دمدمی مزاجی. جرعت نداشتم از خودم دفاع کنم. پیش خودم شرمنده بودم. شایدم واقعا دمدمی مزاج بودم. از عشق پرسوز و گدازم، از عشقی که شاعره آرزو شده داشتن هیچی نمونده بود. نه نه حتی خاطره یا عاشقانه ای. خیلی ناراحت بودم. فکر کردم نکنه احساساتم سطحی و زود گذره. نکنه هیچ وقت درگیر عشق واقعی نشم. احساس حماقت می کردم. حس می کردم دختر دمدمی مزاجیم که قلب مردا رو می شکنه، قرورشون رو جریه دار می کنه. البته در مورد شکستن قلب و جریه دار کردن قرور مردا اشتباه می کردم. المر وینسن دو ماه بعد با دختر دیگه ای ازدواج کرد. ازدواجش برام مهم نبود، اما معلوم می شد احساسات وینسنم عمقی نداشته. هر دومون فقط درگیر احساساتی بیارزش ارزش و زودگذر شده بودیم. وحشت زده از خودم پرسیدم، یعنی آدمی سطحی و دمدمی مزاجم؟ یعنی هیچ وقت عشق واقعی و تجربه نمی کنم؟ اما باز عشق نوشتن اومد سراغم. این دفعه بیشتر از قبل درونم زبونه می پری، ایلزه و تدی به هم خبر دادن تا بستون بر نمی گردن. خبر بعدی که با اومدن دین پریست قابل تحمل شد. برام عجیب بود. دین هر روز در نظرم جوونتر می شد. بار اولی که دیدمش فکر می کردم پیره. اما حالا به نظرم میان سال بود. احتمالا دفعه بعد که می دیدمش انقدر جوون می شد که به نظر هم سن و سال می اومدیم. دین ناجین بود. چه اهمیتی داشت که شونش کجه یا میلنگه؟ دین بهترین هم صحبت دنیا بود. خاله الیزابت در مورد دین با هم هم عقیده نبود. البته از هیچ کدوم از پریستا دل خوشی نداشت. میگفت گفت مزاج ماری و پریستا با هم سازگار نیست. خاله الیزابت هر وقت پریستا رو میدید دماغش رو چین میداد با لحن می گفت پریستا اسمشون رو جلوی من نیار مگه نمیدونی ماری و پریستا کارد و پنیرن دینم از احساس خاله الیزابت خبر داشت وقتی تو با قدم میزدیم بی هوا خندید به رفتاره عجیب و غریب دین پریست عادت داشتم به زور جلوی خندش رو گرفت و گفت خاله نانسی از اولشم علاقهی به هم علاقه بهم نداشت قیافه همیشه براش مهم بوده با این شونه ای کج معلوم شانسی ندارم دلشو به دست بیارم اما خاله لورا و خاله الیزابت هم سایم و با تیر میزنن یه جوری نگاه میکنن که انگار دشمن خونی شونم البته درکشون میکنم از حرف دین سرخ شدم منم در مورد رفتار خاله لورا و خاله الیزابت حدسایی زده بودم اما همیشه این جور فکرها رو از خودم دور میکردم دین فقط دوستم بود دوست خوبیم بود دلم نمیخواست جور دیگه در موردش فکر کنم بحث و عوض کردم امسال کجا میری؟ ژاپن. تا حالا نرفتم. اگه خالهات با هم مهربون تر بودن دوست داشتم بمونم ولی بعید میدونم جایی تو قلبشون باز کنم. پس بهتره برم. خندیدم. یه دفعه نگاه شیطنت و میز دین غمگین و احساساتی شد. به هم خیره شد. انگار منتظر بود حرفی بزنم. وقتی چیزی نگفتم پرسید دلت برام تنگ نمیشه؟ کوتاه گفتم نیازی نیست بگم. دوستی دین نعمت بزرگی بود. دلم خیلی براش تنگ می شد. رفتنش اونم الان که تنها هم صحبتم بود بیشتر از هر وقت دیگه ای برام سخت بود. اما نمیخواستم به زبون بیارم. نمیخواستم برداشت دیگه ای از حرفم بکنه. حرفم دین و قانه نکرده بود. هنوز نگاهش به هم بود. مجبور شدم بگم بدون تو ایلزه و تدی اینجا خیلی دلگیره. حتی جرأت ندارم بهش فکر کنم ولی یه جوری سرمو با کار گرم میکنم. دین پوزخند زد. پوسخند مخصوصشو مسخرم کرد <applause> آها آره کارت هنوزم کاغذ سیا میکنی؟ هر وقت از نوشتم میگفتم خندش میگرفت تنهاش مثل خنجر توی قلبم فرو میرفت انگیزه ها و کارم براش بچگونه و بیارزش بود دین باهوش و تحصیل کرده بود نظرش برام مهم بود نگاه تحقیرامیزش اعتماد به نفسمو و میکشت بغز کرده گفتم به نظر چیزایی که می نویسم سیا کردنه؟ دین قیافه متعجبی به خودش گرفت و گفت مگه غیر اینه؟ نوشتن سرگرمی خوبیه ولی انتظار نداری که برونتو آستن بشی داری؟ گفتم رویای برونتو آستن شدن ندارم ولی قبلا حرفه دیگه ای می زدی دائم می گفتی، یه روزی به آرزون می رسم دین گفت آدم نباید رویای بچه ها رو خراب کنه اما دنبال کردن رویاهای بچگی وقتی بزرگ شدیم کار عاقلانه ای نیست. هر چه زودتر واقعیت رو قبول کنی برات بهتره. چیزایی که می نویسی بد نیست اما نباید بهترین سالای رو برای کاری محال حروم کنی. ناراحت گفتم نویسنده موفق شدن محال نیست. منم نمیخوام نویسنده متوسطی بمونم. گفت امیلی فقط خودت باش. باور کن نگاه و لبخندت خیلی تاثیرگذارتر از قلمته. حرفای دین عصبانیم کرد. نتیجه شد شب بیداری. نصف شب پهلو به پهلو شدم. به حرفای دین فکر کردم. بعدم انقدر گریه کردم تا خوابم برد. اما با اومدن روز امیدم باز زنده شد. به خصوص که رومیز آشپزخونه نامه تحسینامیز و چکی با مبلغ قابل توجه انتظارم رو میکشید. اعتماد به نفس و امید از دست رفتم برگشت. بیشتر از قبل چسبیدم به کارم. آخر هفته ها می رفتم پیش آقای کارپنتر تا نوشته هامو بخونه. آقای کارپنتر بعد روماتیسم و از دست دادن همسرش حال و روز خوبی نداشت. هر روزم حالش بدتر می شد. فکر نمی کردم مریضیش جدی باشه. هیچکس فکر نمی کرد. اما چند تا حمله روماتیسمی پشت هم از پادرش آورد. مشکل قلبی پیدا کرد. دکتر برنلی برخلاف میل مریضش میرفت دیدنش. بعدم خاله لویزا رو برای پرستاری ازش استخدام کرد. آقای کارپنتر برخلاف همیشه اعتراض نکرد. نشونه بعدی بود. انگار دیگه هیچی براش مهم نبود. هر روز میرفتم دیدنش. با اینکه دیگه هیچی براش مهم نبود، حتی مرگ و زندگیش از دیدنم خوشحال میشد. زیاد حرف نمیزد، اما همین که چشمشو باز میکرد، لبخند شیطنت می زیمی میزد. گاهی هم دور از چشم خاله لویزا چشمکی بینمون رد و بدل میشد. خاله لویزا زن خوشقلب و پرستار قابلی بود. اما لبخند و چشمک مریض روبه موت براش تعریف نشده بود. به آقای کارپنتر اصرار کرده بود که شیشو بیاره بالا سرش، اما آقای کارپنتر فقط سر به سرش گذاشته بود و خندیده بود. آقای کارپنتر حالش خوب نبود، اما مثل بقیه مریضا آهناله نمی کرد، برعکس شوخی می کرد، داستانه تعریف می کرد، نمی به ایادت کنندش بعد بگذره. برای همین به خودم می گفتم حالش خوبه، اگرم نباشه خیلی زود خوب میشه. برمیگرده سر کلاسش. نمیخواستم حتی به از دست رفتن دوستی مثل آقای کارپنتر فکر کنم. اما درست وقتی فکر کردم حالش رو به بهبودیه، دکتر برنلی خبرم کرد. نصف شب خال الیزابت بیدارم کرد. فهمیدم اتفاقی برای آقای کارپنتر افتاده. گفتم حالش بده؟ خال الیزابت گفت دکتر بنرلی میگه تا صبح دوام نمیاره. وقتی اشکامو دید گفت بعد زنش خیلی تنها شده. انقدر مریضه که دیگه نمیتونه درس بده. شاید اینطوری براش بهتره. اشکامو با پشت دست پاک کردم. فکر کردم شاید برای آقای کارپنتر بهتر باشه. ولی برای من نه. وقتی رسیدم خونه ی آقای کارپنتر، چشمای خاله لویزا از گریه ورم کرده بود. آقای کارپنتر تا صدامو شنید، چشمشو باز کرد. لبخند شیطنت زد. با صدای ضعیفی گفت، اگه میخوای آب گوره بگیری، از همین راهی که اومدی برگرد لویزا قول میده جای جفتتون گریه کنه ولی نه اینجا بالای سرم تو آشپزخونه لویزا دماغش رو بالا کشید قبل اینکه بغزش به ترکه دوید تو آشپزخونه جلوی خودم رو گرفتم نمیخواستم گریه کنم روی صندلی کنار تخت آقای کارپنتر نشستم آقای کارپنتر زیر لب گفت آفرین همینجا بشین میخوام تو بعد رقم کنی گریه رو بذار برا راسوهای پیر تو آشپزخونه بعد چشماشو بست ساکت و آروم نشستم پنجره باز بود عطر زنبقای توی حیات پیچیده بود تو اتاق یاد رفتن بابا افتادم خاله لویزا هر نیم ساعت یه بار به مریض رو به مد سر میزد. هر بار میرفت آقای کارپنتر چشمشو باز میکرد. چشمک میزد. منم جوابشو با چشمک میدادم. کار نامربوطی که اگه خاله الیزابت میدید حتما میگفت تن ماری ها رو تو قبر لرزوندم. ساعت از سه گذشته بود که آقای کارپنتر بیتاب شد. خاله لویزا دم گوشم گفت تا جز تموم نشه نمی میره. آقای کارپنتر هنوزم گوشش تیز بود. گفت خرافات تو برا خودت نگه دار. هر وقت آماده باشم میرم. چه با جز چه بی جز وقتی خاله لویزا بیرون رفت آقای کارپینتر نفس راحتی کشید و گفت آخ زن خیلی خوبیه اشکالش هم همینه کمی شرارت تو وجود آدم مثل نمکه اگه نباشه آدم بیمزه و خونک میشه لبخند زدم آقای کارپینتر باز گفت خوشحالم اینجایی مزاحمت که نشدم کوچولو فوری گفتم نه آقای کارپنتر چشمشو بست. زمزمه کرد. رفتن دم صبح و عبور از ستاره صبح هم ترسناکه هم جالبه. وقتی بمیرم از زنده ها آگاه تر میشم. همیشه میخواستم بدونم. شایدم جوون بشم. الان حرفمو نمیفهمی امیلی. وقتی به سن و سال من برسی میفهمی دوباره جوون شدن یعنی چی؟ کمی سکوت کرد. بعد یهو و چشمشو باز کرد و گفت قول بده همیشه برا دل خودت بنویسی نه دیگران قول میدم آقای کارپنتر نفس راحتی کشید و گفت سر قولت بمون تا به هدفت برسی هیچ وقت نخواه دل منتقدارو رو به دست بیاری برا دل خودت زندگی کن نزار هم همه دیگران از مسیر اصلی منحرفت کنه تو استعدادشو داری فقط باید دست از وراجی تو قصه هات برداری نباید تو داستانات همه چیو بگی بذار خانندت کشف کنه خودش بفهمه گاهی ابهامم جذابیت میاره با ملایمت گفتم خودتونو خسته نکنین خستگی؟ بچه جون من خستگی و پشت سر گذاشتم مرگ وایساده جلوم چشم تو چشم روبرون وایساده و برام دست کم میده اما روزای خوبم کم نداشتم آقای کارپنتر چشماشو بست مثل مرده ها بی حرکت موند از جان پریدم اما آقای کارپنتر دستم و گرفت و گفت نه کسی و صدا نکن پیشم بمون دو دقیقه بعد بلند گفت در و باز کن بازش کن نباید مرگ و منتظر بذارم در و باز کردم همون موقع خاله لویزا از آشپزخونه جیغ زد جزرومت تموم شد پیرمرد رفته مرده فوری برگشتم پیش آقای کارپنتر خندید و گفت <تصفح> حواست به خط کشیدن زیر کلمه ها باشه این آخرین جمله ای بود که گفت بعدم برا همیشه چشماشو بست تا مدتها از مرگ آقای کارپنتر غمگین بودم اما همچنان می نوشتم تنها کاری که آرومم می کرد شایدم تنها کاری که مایه شادی روح آقای کارپنتر می شد حس عجیبی داشتم حس میکردم وارد مرحله جدیدی شدم حس میکردم کردم روحم بزرگتر و ارزشمندتر شده تحول مثبتی که با اندوه و افسوس همراه بود دلتنگی و امید رشد و حسرت کل بهار همینطوری گذشت با احساسی متناقض. تا به سون رسید با خبرهای دلپذیر تدی و ایلزه برمیگشتن خونه تدی موفق شده بود موفق تر از چیزی که فکر میکرد دو سال دیگه بورس تحصیلی گرفته بود ماه بعد با کشتی میرفت اروپا میرفت پاریس وقتی خبری رفتنش رو بهم داد هم خوشحال شدم هم قافلگیر بهش تبریک گفتم اما ته دلم به رنگین کمون به ستاره آلفا فکر میکردم رفتار تدی با هم سرد بود شاید هم مثل من ماجره های عاشقانه یا پشت سر بود. روزی که می رسید بهترین لباسم و پوشیدم. با لباس زرد ابریشمیم تو باغ قدم میزدم منتظر علامتش بودم. صدای سوتش تو بوتزار. اما صدای سوتش نیومد. جاش خال لورا اومد دنبالم تو باغ. گفت تدی و ایلزه اومدن. تو اتاق پذیرایی منتظر من. ایلزه دوستانه و هیجان زده دویید طرفم. سفت بغلم کرد. اما تدی دیگه تدی نبود. جای تدی فردریک کنت جوون دانشجوی آینده پاریس جلون وایسده بود لاغر و خوشبوش با رفتاری مطمئن به خود سرد و بی احساس سلام کرد دختر دهاتی روبروش همبازی بچگیاش دیگه براش اهمیتی نداشت با پوشیدن بهترین لباسم و قدم زدن تو باغ خودم رو کرده بودم احساس حماقت می کردم خدا رو شکر کردم تدی از احساسات احمقانم بیخبره با اینکه آتیشی درونم زبونه میکشید حفظ ظاهر کردم وانمود کردم منم تغییر کردم مثل خودش خونسرد و بی احساس اما معدبانه و رسمی حالش رو پرسیدم گفتم چند تا از نقاشیاشو تو مجله دیدم تدی گفت چند تا از نوشته همو تو روزنامه خونده چیزی جز حرفای کسل کننده و تعارفای تکراری بینمون رد و بدل نشد از سمیت سابقمون چیزی نمونده بود فقط خاطره ای گنگ و دور اما ایلزه هیچ فرقی نکرده بود. همون ایلزه شلوغ و دوست داشتنی بود با عجیب ترین لباس دنیا. لباس سبز و زردی پوشیده بود با دو تا گل درشت صورتی رو کمر و شونش. لباسی که از هیچ قانون زیبایی شناسی تبعیت نمی کرد. اما زیبا بود. شاید چون ایلزه زیبا بود. بله، ایلزه به شکل حسرت برانگیزی زیبا بود. انقدر زیبا که قلبم فشرده شد. نه از حسرت یا حسادت، بلکه از احساس حقارت شایدم تدی از ایلزه خوشش میومد. اومد برا همینم اول رفته بود دیدن ایلزه تدی تمام مدتی که تو باغ منتظر علامتش بودم پیش ایلزه بود به خودم دلداری دادم تدی فقط یه دوسته اما قلبم بیشتر فشرده شد بعد اینکه که ایلزه و تدی با هم رفتن خودم و تا صبح فردا تو اتاقم زندانی کردم تعطیلات یه ماهی ایلزه و تدی به مهمونی رفتن گذشت جوونه هنرمند خوشاتیه مورد توجه اهالی شروزبری قرار گرفتن. منم هم همراهشون به مهمونی می رفتم. اما رفتار تدی با هم همچنان خوشک و رسمی موند. حدس می زدم ماجره المر وینسن به گوشش رسیده. دلیل سردی رفتارش هم همینه. در عوض با ایلزه خیلی جور شده بود. هر جا می رفتن مردم در مورد اینکه چه زوج مناسبیان حرف می زدن. هر جا اسم تدی بود اسم ایلزه میومد. مطمئن بودم اگه چیزی بینشون باشه ایلزه به هم میگه. اما بین آشقای دلخستش حرفی از تدی نزده بود. رفتار ایلزه مثل لباس پوشیدنش عجیب بود. دائم سراغ پریمیلر رو میگرفت. اما وقتی تو مهمونی دیدش جوری مسخرش کرد که پریمیلر دیگه تو هیچ مهمونی پیداش نشد. یه ماه مثل برق و باد گذشت. تدی برای خداحافظی اومد. این بار بدون ایلزه. اما دیمپریست پیشم بود. دوستانه از هم خداحافظی کردیم. به رسم ماریها فقط گفتم موفق باشی همین بعد تدی رفت تو جاده فرد و دور شد هیچ اتفاق شاعرانه ای نیفتاد. تدی حتی یه بارم پشت سرش رو نگاه نکرد جایی که با چشمای حسرت زده دور شدنشو نگاه میکردم. نگران بودم دین پریست مثل همیشه افکارمو و بخونه کنارش نشستم به بحث قبل اومدن تدی ادامه دادیم اما نگاه همو ازش می نیم ساعت بعد دین رفت بعد رفتن دین بدون اینکه بدونم چرا سراسیمه دویدم سمت بندرگاه وقتی رسیدم بندر کشتی تدی از ساحل مهالوت فاصله گرفته بود فقط میخواستم یه بار دیگه تدی رو ببینم میخواستم اونجور که باید ازش خداحافظی کنم اما تدی رفته بود به دنیای بیرنگین کمون به دنیایی که ستاره آلفا فقط روشنایی دور و کم اهمیتی بود وقتی کشتی تدی محو شد به گریه افتادم دیگه تدی نمیدیدم دیگه هیچ وقت نمی دیدمش. شانس خوشبختیمو برا همیشه از دست داده بودم. بالاخره اشکامو پاک کردم. به خودم نهیب زدم. پس غرورت کجا رفته؟ اما شایدم حق داری. بعد یه ماه خنده های زورکی این گریه برات لازم بود. بعد رفتن تدی شب و روز می نوشتم. انقدر شب و بیدار مونده بودم که رنگم پریده بود. زیر چشمام سیاه شده بود. خاله الیزابت دائم غور میزد آخر با این شب بیداری ها خودم رو میکشم. حتی دیگه با اومدن دیم پریست مخالف نبود چون چند ساعتی از کاغذام دورم میکرد. تا آخر تابستون با فروش داستانه تجاری و آمه پسند به دهی خال روت و دایی تصویه کردم. به فکر افتادم داستان بلندی بنویسم. چیزی که بهش افتخار کنم. یاد طرح فروشندگی رویا افتادم. همونی که تو خونه جان پیر نوشته بودم. بین کاغذهای قدیمیم ترهم و پیدا کردم. با خوندنش خلاقیتم بیدار شد. شور شوق عجیبی پیدا کردم. دیگه هیچی چی برام مهم نبود. فقط نوشتن داستان مهم بود. جون گرفتن شخصیت تو داستان. نفس کشیدن تو دنیایی که خودم خالقش بودم. وقتی به خودم اومدم شم خاموش شده بود. سپیده صبح سر زده بود. اما چهار فصل از داستانم رو تموم کرده بودم. ناخداگاه لبخند زدم. مطمئن بودم داستان خوبی میشه. تنها دل شده بود نوشتن داستانم. حتی دیگه حوصله دین و حرفاشو نداشتم. باهاش تو با قدم میزدم اما فکرم جای دیگه بود. همه ی فکرم پیش داستانم بود. شیش هفته بعد کتابم رو تموم کردم. اولین کتابمو آخرین نقطه رو که روی کاغذ گذاشتم از خوشحالی گریه کردم. اولین کتابم فروشنده رویا شاهکار نبود اما مال خودم بود. مال خود خودم. گرمای تولد داستانم وجودم و گرم کرده بود. درست زیر رنگین کمون وایساده بودم. کافی بود دستم و دراز کنم تا گوشش بگیرم. همون موقع خاله الیزابت اومد تو. بدخلق گفت باز تا صبح بیدار موندی؟ با صدای خاله الیزابت از رو ابرا برگشتم زمین. خاله الیزابت گفت کاری با نوشتانت ندارم. اما اگه همین جوری پیش بره مریض میشی. یادت نره مادرت از سل مرد. امروز باید به داده لوبیا هم برسی وگرنه وقتشون میگذره. خاله الیزابت از اتاق رفت بیرون. همه ی شروع شغم و با خودش برد. جریان هیجان انگیز خلق تموم شده بود. نوبت چاپ کردنش رسیده بود. داستانم و با ماشین تحریر کهنه ای که پریمیلر برام خریده بود تایپ کردم. با هزار بیم و امید داستانم و برای انتشاراتی فرستادم. اما داستانم با یاد داشتی برگشت خورد. داستانتان نقاط قوت زیادی دارد، اما متاسفانه برای چاپ در انتشارات ما مناسب نیست. سه هفته وحشتناک و گذروندم، از همه چی ناامید شده بودم، از خودم، از داستانم، از نیومون. حس می کردم دنیا به آخر رسیده، اما بعد کم کم حالم بهتر شد. یه بار دیگه داستانم خوندم، داستانم خوب بود، نه فقط چون داستان خودم بود، واقعا داستان خوبی شده بود، شخصیتام زنده و دوست داشتنی بودن. داستان پرکشش و جذابی بود. بر همین جرأت کردم داستانم و به انتشاراتی دیگه بفرستم. بازم داستانم و پس فرستادن. ازم خواسته بودن داستانم و تغییر بدم. بهش ماجره اضافه کنم. آخرش هم عوض کنم. پیشنهاد مکتوب توهین رو پاره کردم. وقتی ناشر سومم کتابم و پس فرستاد از چاپش قطع امید کردم. فکر کردم بهتر برگردم به داستان کوتاه. اما بعد یاد دین پریست افتادم. دین تنها کسی بود که نظرش قبول داشتم. بعد آقای کارپنتر کسی نبود که نوشته بهش نشون بدم. برام سخت بود داستانم و بدم به دین. اما باید حقیقت رو میفهمیدم. دین تنها کسی بود که حقیقت رو به هم میگفت. همون روز داستانم و به دین دادم. گفتم میخوام داستانم و بخونی و نظر بدی. تشویق و تعریف و تمجید علکی نمیخوام. فقط حقیقت رو میخوام. سه بار برگشت خورده. اگه به نظرت خوب بود برای نشرای دیگه میفرستم اما اگه صدام لرزید حتی فکر کردن بهش برام سخت بود اما گفتم اما اگه به نظرت خوب نباشه میسوزونمش دین لبخند مرموزی زد گفت هیچکس طاقت شنیدن حقیقت رو نداره مطمئنی دنبال حقیقتی؟ بیمیل اما مصمم سرتکون دادم دین نوشته هامو گرفت و رفت سه روز بعد برگشت. از هیجان زیاد صدای قلبم و تو سرم میشنیدم. بی گفتم خب دین با نگاه مرموزش براندازم کرد. گفت دوستای واقعی و وفادار همیشه حقیقت رو به هم میگن. حتی اگه دوستشون رو زخمی کنن. لبام لرزید. ناله کردم خوب نبود؟ دین قیافه جدی به خودش گرفت. گفت داستانت کم مایه بود. سست و کم امخ. دیگه زمان افسانه ها سر اومده. شخصیت های مثل مثل عروسک های خیم شبازی باور نپذیرن. تخصیری هم نداری. هنوز زندگی نکردی که در مورد زندگی بنویسی. هر کلمه یه دین مثل خنجری تو قلبم فرو میرفت. همون حالی رو داشتم که وقتی الینگرین گفت بابا به زودی می میره. قلب پرتپشم یهو مثل آهن سرد و سنگین شد. از دین رو برگردوندم. رفتم سمت خونه. دین لنگون لنگون دنبالم اومد. گفت ازم دلخور نشو ستاره بهتر نیست واقعیت رو قبول کنی؟ دست از بلند پروازی بردار چه اصراری داری بنویسی؟ همه چی رو قبلا نوشتن؟ با صدای لرزونی گفتم شاید یه روزی برای امروز و این حرفات ازت ممنون باشم اما الان ازت متنفرم به نظرت منصفانه است؟ منصفانه؟ چطور انتظار داری منصف باشم وقتی نابودم کردی؟ آره خودم خواستم اما حتی نابودی خود خواستم عذاب برو دین چند هفته ای سراغم نیا لاقل نه تا وقتی عزا داریم تموم نشده حال تو میفهمم امیلی محال حالمو بفهمی اما دلسوزی لازم نیست فقط میخوام تنها باشم تا باهاش کنار بیام دین رفت با نوشته های سست و کم هم برگشتم تو اتاقم کتابم نه هوشمندانه بود نه جالب و سرگرم کننده شخصیتش مثل عروسک خیم شبازی بیروح و غیر واقعی بودن. زندگی چقدر زشت و بیره هم بود. رفتم طرف شومینه. با دستایی لرزون فروشنده رویا رو تسلیم شعله های آتیش کردم. آتیش جلوی چشمم هریسانه کتابم و بلعید. فرزندم و بلعید. نوشته هام جلوی چشمم خاکستر شد. کنار شومینه زانو زدم. زجه زدم. <تصفح> چرا سوزوندمش؟ چرا؟ ده. کدوم مادری بچهش رو می سوزونه با صدای بلند گریه کردم حسرتی به قلبم حجوم آورد که غیر قابل تحمل بود با دست خودم شخصیت های کتابم کشته بودم یهو نفس کشیدن برام سخت شد دیگه نمیتونستم بالا سر جنازه کتابم بمونم باید میرفتم بیرون هر جا غیر اون اتاق در باز کردم دویدم تو پله ها چشمای اشکالودم درست جایی رو نمیدید یه هوب هم به چیزی گیر کرد از باره پله ها افتادم پایین از قله سقوط کرده بودم دستم به رنگین کمون و ماه نرسیده بود از ستاره آلفا خبری نبود فقط درد بود و درد بود و درد وقتی به هوش اومدم خاله لورا بالا سرم هق هق می کرد گفت هیچ وقت خودم رو نمی بخشم. نباید سبد خیاتی و میذاشتم رو پله ها. دردی توی پا و کمرم پیچید. خاله الیزابت گفت بس کن لورا. با گریه و پشیمونی چیزی درست نمیشه. امیلی نگران نباش. همه چی درست میشه. بعد سقوط از پله ها کسی امیدی نداشت پام خوب بشه. کمرم ضربه خورده بود. قیچی سبد خیاتی هم زخمی عمیق رو قوزک و کف پام به جا گذاشته بود. چند روز بعد زخمم عفونت کرد. دکترها میگفتن عفونتش وارد خونم شده. چند روز بین مرگ و زندگی دست و پا زدم. دکترها میگفتن باید پامو قطع کنن وگرنه ممکنه بمیرم. اما خاله الیزابت اجازه نداد. گفته بود خدا راضی نیست دست و پای بنده هاشو ببرین. داد و بیداد دکتر بنلی و گریه های خاله لورا و استدلاله پسرم و جیمی هم اثر نکرده بود. وقتی بدون قطع کردن پام بهتر شد، خنده پیروزمندانه خاله الیزابت و گیجی دکتر بنلی دیدنی بود. خطر مردن یا قطع پام منتفی شد، اما احتمال داشت تا آخر عمرم بلنگم. دین هر روز می اومد دیدنم. هر بار می گفت خیلی زود خوب میشم. از سفر زمستونی چشم پوشی کرد تا پیش من بمونه. تمام روز برام کتاب میخوند. حرف میزد. هر کاری میکرد تا بخندم. اما خنده رو لبام ماسیده بود. یادم رفته بود. تو راه رسیدن به قله سقوط کرده بودم. لنگ شده بودم. نابود شده بودم. شبا از درد به خودم میپیچیدم. خوابم نمی برد. وقتی هم میخوابیدم کابوس میدیدم. هر بار خواب میدیدم موقعی بالا رفتن از پله ها میافتم. بیخوابی برام آسونتر از کابوس تکراری سقوط بود. تو تاریکی به سقف ظلم زدم و منتظر سپیده دم میموندم. همه فکر میکردن شجاع و صبور و آرومم ولی هیچکی از دلم خبر نداشت. از دردام، از ترسام، از ناامیدیام. هیچ کس نمی دونست چقدر از شبا وحشت دارم. دوران خنده به سر رسیده بود. دوران خلاقیتم، دوران جرقه الهام و رنگین کمون. غیر دین از دیدن هیچ کس خوشحال نمی شدم. بیشتر می اومدن دلداریم بدن، اما دلداریشون فقط زخمم و تازه می کرد. ترهامو تو نگاهشون میدیدم، میدیدم می, دیدم. می دیدم حرفای امید بخش می زنن. اما سر سوزنی بهش اعتقاد نداشتن. ایلزه هر هفته برام نامه می نوشت. می خواست با نامه هاش سر حالم بیاره. تدی هم نامه پر محبتی برام نوشت. صمیمانه با هم همدردی کرده بود. خواسته بود از روند بهبودیم براش بنویسم. جواب نامش رو ندادم. تدی هم نامه دیگه ای به ننوشت. فقط دین کنارم مونده بود. فقط دین ناامیدم نکرده بود. تو روزای سخت زندگیم تنهام نذاشته بود. فارغ از نو سال عقل و احساسم انقدر رشد کرد که حس می کردم هم پای دین شدم هم قد و قواره دین زمستون رو با کمک دین پشت سر گذاشتم با اومدن بهار حالم خوب شد انقدر غیر منتظر و ناگهانی که همه دکترها سردرگم شدن هر روز با دین تو با قدم می زدم اوای لنگ می زدم با کمک احسا را می رفتم اما کم کم اثر رو گذاشتم کنار سلامتیم برگشته بود شادی و امید باز تو دلم جوونه زد. زنده و امیدوارم کرد. زمستون رفته بود و بهار اومده بود. به شکرانه سلامتیم خنده هم به لبان برگشت. زوق زده به دین گفتم وقتی مریض بودم فکر می کردم خدا ازم متنفره ولی حالا مطمئنم عاشقانه دوسم داره. دین گفت شاید نمیدونم. حرف دین وحشت زدم کرد. گفتم چطور همچین حرفی میزنی؟ خود تو بدترین روزه زندگیم تنهام نزاشت. تو رو برام فرستاد دین چیزی نگفت به شکوفه های درخت های باغ زل زده بود گفتم چطور لطفی و که بهم به کردی جبران کنم کلمات برای تشکر ازت کمه اما میخوام بدونی چه حسی دارم دین لبخند زد و گفت من کاری نکردم فقط لحظه به لحظه خوشبختی رو زندگی کردم فقط به آرزوی محالم رسیدم کنارت بودن خوشحالت کردن اما دیگه باید از خواب بیدار بشم باید از خیال بافی دست بردارم خیلی وقت بود تصمیمم و گرفته بودم نمیخواستم به تأخیر بندزمش فوری گفتم شاید خیال بافی نبوده شاید آرزوی محال نیست وقتی به ماری ها گفتم میخوام با دین پریست ازدواج کنم اوضاع حسابی به هم ریخت خاله الیزابت عصبانی شد خاله لورا گریه کرد پسرم و جیمی ساکت شد شبا مثل ارواح سرگردون تو باغ پرسه میزد حتی دایی و خاله روتم با دین مخالف بودن. خاله روت به هم تنه زد یعنی اندرو رو به خاطر دین پریست لنگ جواب کردی؟ اما در نهایت مجبور شدن با تصمیمم موافقت کنن. خوب می دونستن وقتی تصمیمی می گیرم عملیش میکنم. کنم. خاله الیزابت مکدر گفت اگه این چیزیه که می خوای باشه. هر کاری می خوای بکن. خاله لورا هم عشقشو پا کرد و گفت اختلاف سنیتون زیاد امیلی. تازه پریستا اخلاقا و عادتهای عجیب و غریبی دارن. مطمئنی پشیمون نمیشی؟ مطمئنی عاشقشی؟ از بعضی جهات آره عاشقشم. عشق فقط یه جهت داره عزیزم. نه خاله لورا. عشق مسیره زیادی داره. نگران نباشین. من و دین راه خوشبختی و بلدیم. با هم خوشبخت میشیم. منم فقط خوشبختی تو رو میخوام عزیزم. خوشبخت میشم خاله لورا. خوشبخت خوشبخت. قول میدم زمستونی که گذشت چشمامو باز کرد دیگه نمیخوام تو خیال زندگی کنم میخوام تو واقعیت دنیامو بسازم میخوام دینو خوشبخت کنم به هم اعتماد کن خاله لورا شاید جسمم جوون باشه اما روحم پیر و عاقله خاله لورا سر تکون داد ولی معلوم بود قلبا راضی نیست راستش هیچکس کس از ته قلب رازی نبود خاله روت و خاله الیزابت سرسختانه معتقد بودن دین کافره پسرم و جیمی چیزی نمیگفت اما مثل قبل شد و شنگول نبود. بیشتر وقت تو خودش بود. حتی خانواده دینم ناراضی بودن. نمیخواستن دارایی یه اموی ثروتمندشون از خانواده پریست خارج بشه. فکر میکردن به خاطر ثروت دین پریسته که میخوام باهاش ازدواج کنم. حرفایی که در موردم میزدن خوشایند نبود. دائم پشتم بدگویی میکردن. غم زده به دین گفتم خانوادت هیچ وقت قبولم نمیکنن. گفت مهم نیست. مهم من و تویم که قراره با هم زندگی کنیم ماری ها هم من و مرد مناسبی نمی دونن راستش برام عجیب نیست اگه پریستا باور نکنن بهم به علاقه داری خودم هم هنوز باورم نمیشه گفتم باید باور کنی تو دنیا کس دیگه یا مثل تو دوست ندارم نمیگم مثل دخترای احمق احساساتی عاشقت شدم اما دوستت دارم برام خیلی قابل احترامی گفت ستاره دست نیافتنی من تو مال منی جوری خوشبختت می کنم که عاشقم بشی از هیجان توی صدای دین ترسیدم توقع دین بیشتر از چیزی بود که انتظارش رو داشتم اختار بعدی رو ایلزه بهم هم داد وقتی رفتم کنسرتش رو ببینم دوستانه بهم به گفت دین مثل بقیه پیسا به کم راضی نمیشه میخواد مالک بیچون و چرای زنش باشه درست مرد باهوش و جذابیه اما نوشتنت حسودتر از این حرفاست که باش کنار بیاد فوری گفتم گذاشتمش کنار برا همیشه بعد اتفاقی که افتاد دیگه نمیخوام برمیسم. ایلزه از حرفم تعجب کرد اما به انتخابم احترام گذاشت وقتی پرسیدم کسی تو زندگیش هست یا نه بلند خندید حرفای عجیبی راجع به پری میلر زد گفت تنها کسی که واقعا دوستش داره پریه متعجب پرسیدم ولی تو که همیشه باهاش دعوا میکنی مسخرش میکنی گفت انقدر دوستش دارم که تحمل نمیکنم خودش رو پیش بقیه مسحکه کنه دلم میخواست تو هر جمعی سرفراز باشه نمایه یه سرشکستگی خودشو رو دوست داشت خلبازیاش بعضی وقتا یه جوری کفری میکرد که دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار اگه برام مهم نبود اینقدر حرص نمیخوردم اما حیف که همه یه حواسش پیش توه هیچ وقت منو نمیبینه شاید فکرشو نکنه میلی زندگی بدون پری چلم میگذره نگران نباش منم بالاخره نیمه گم شدم و پیدا میکنم یه مرد جذاب با جیب پرپول. از دهنم پرید که تدی چی؟ بعد لبم و گاز گرفتم. خوشبختانه ایلزه متوجه آشفتگیم نشد. چیزی نمونده بود رسوا بشم. ایلزه بیتنا خندید. گفت <تصفح> تدی؟ خدایا چه کسی تدی؟ اصلا تو باغ نیست. خودخواه جذاب جز خودش کسی رو تو دنیا قبول نداره. زیادی از خود متشکره. ناخودگاه از تدی دفاع کردم نه نیست اصلا هرچی به هر حال دنبال فتح قلاست و از زندگیمون رفته بیرون تو مونترال خیلی قبولش دارن نقاش پرتره شده از اون حسابیاش اما عادتش هنوز از سرش نیفتده هنوزم تو رو تو نقاشیاش میکشه چرن نگو باور کن به قول روانشناسا تو ناخداگاهش تثبیت شده بگذریم در هر صورت وقتی بخوام ازدواج کنم تو اولین نفری هستی که میفهمی. موقع برگشتم به نیومون سوار کاریسکی کلی پیر شدم. کلی پیرم با ایلزه هم نظر بود. تا سوار شدم گفت شنیدم میخوای زن جاربک بشی. بچه جون حماقت نکن. هنوز کلی برای عروسی وقت داری. ولی شما که همیشه برای ازدواج تشویقم میکردین. اون که شوخی بود. انقدر کل شخ نباش. گره زدن آسونه اما باز کردنش همه رو به درد سر میندازه. حرفمو گوش کن. پریستا به درد ازدواج نمیخورن. دین با بقیه پریستا فرق داره. ما خوشبخت میشیم. پریستا سر و تهیه کرباسن. همشون حسود مالکیت طلبن. به زنشون حکومت میکنن. بابت هر چیزی از زنشون میخوان جلوشون زانو بزنن. به نظرتون مردی قادر منو به زانو در بیاره؟ کلیه پیر سرشو خاروند. بی گفت خب زانوهای ماریا هم کمی خشکه اما احتیاطم شرط عقل دختر جون پریستا ظرف فرت میکنن زبون تند و تیزی دارن خلاصه سر کردن باهاشون آسون نیست تازه خیلی هم زود از زنشون سیر میشن دین هیچ وقت ازم خسته نمیشه شاید خیلی زیبا نباشم اما زنی جذابیم چه میدونم بچه جون من هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی خدا کنه عاقبت به خیر بشی اما جاربک پریس خیلی سرش میشه. از مردایی که خیلی سرشون میشه باید ترسید. کلی پیر دیگه چیزی نگفت. حتی وقتی نزدیک نیومون پیادم کرد. حال عجیبی داشتم. حرفاش بی دلیل ته دلم و خالی کرد. یاد شایعاتی افتادم که خاله نانسی و کارولین پشت سر دین میگفتن. اما زیاد دونستن دین شایعه نبود. حقیقت بود. حقیقتی انکارناپذیر که دین و برام جذاب کرده بود. شیفته ی همین رفتار تمسخرآمیز و مرموزش شده بودم اما یهو در موردش مردد شدم یعنی باید از دین دوری می کردم؟ به خودم نهیب زدم بسه وقتی در مورد دین با کلی پیر مشورت می کنی بایدم گیج و سر در گم بشی من و دین نامزد کردیم اما نه رسمی و علنی خاله الیزابت دوست نداشت قبل بیست سالگی ازدواج کنم دین با دلخوری قبول کرد تا سال بعد صبر کنه با اینکه دلش میخواست پاییز ازدواج کنیم و زمستون بریم ژاپن. من بعدم نمیومد زودتر عروسی کنیم. اما نمیشد رو حرف خاله الیزابت حرف زد. دین هر روز میومد دیدنم. خیلی هیجان زده بود. انگار دوباره پسر بچه شده بود. اواخر بهار گفت: امیلی بدون مشورت باهات کاری کردم که نمیدونم خوشت میاد یا نه. چیکار کردی؟ خونه خریدم. خونه بالای تپه با پنج هکتار زمین دور و برش. زده گفتم: خونه معیوس؟ دین لبخند زد <applause> آره خونه معیوس یادم نمیاد چی صداش میکردی اما دیگه خونه معیوس نیست وقتی کاملش کنیم خوشحال ترین خونه منطقه میشه وای دین فکر میکردم میخوای خونه قدیمی و با شکوه بخری میترسیدم قصر ترسناک بری و بخری خیلی خوشحالم همچین کاری نکردی همیشه دوست داشتم تو خونه بالای تپه زندگی کنم حدس میزدم ازش خوشت بیاد برا همینم هم خریدمش کلیدش رو گرفتم دوست داری بریم ببینیمش معلومه با هم از تپه بالا رفتیم از بین درختای سنوبر رد شدیم تا به باغ قدیمی خونه بالای تپه رسیدیم انگار خونه جنگلی سهرنگیز و دروازش سالها چشم انتظارمون بودن دین زده گفت میبینی چقدر قشنگه؟ همه چی بهت انگیزه و روحیه میده حتی دروازه رازالودش صدای زنگی که از بندر میاد میشنوی؟ این سرزمین افسانه هاست به خونه کوچیک و متفکر نگاه کردم انگار منتظر خوشبختی بود گرچه خونه های قدیمی و دوست داشتم اما این خونه پاک و محسوم بود بکر بود تا حالا هیچ کس توش زندگی نکرده بود گفتم این خونه منتظر ماست ما هم منتظر این خونه همه چی رویایی و عاشقانه بود دین در خونه رو باز کرد و گفت به خونه خودت خوش اومدی بعد چرا قوه رو بالا گرفت دیواره گچی، شومینه خالی و پنجره های تخت کوب خاطره تدی و برام زنده کرد. به خودم لرزیدم. برگشتم سمت در. گفتم دین بهتر زودتر برگردیم. تو تاریکی انگار همه چی ترسناکه. کل تابستون به روبرا کردن خونه و چیدن اساسیه گذشت. خاله لورا نگران خرافات قدیمی بود. میگفت چیدن اساس تو خونه قبل عروسی خوشیوم نیست. اما من و دین به این چیزا اعتقادی نداشتیم. اکثر اوقات به نصیحت ماریها و پریستا توجهی نداشتیم. کاریو می کردیم که دوست داشتیم. خونه رو رنگ نکردیم. به جاش کلش رو تخت کوب کردیم. پنجره ها رو بیشتر و قد بلندتر کردیم. خاله الیزابت میگفت تمیز کردنش مصیبتی میشه. خاله الیزابت مهربون چینیا و نقره های مادر بزرگش رو از صندوق در آورد. لوازمی که اگه مادرم مطابق میل خونوادش ازدواج میکرد بهش میرسید. ظرفهای قشنگی که قفسه‌های خونمون رو پر کرد. دینم بیکار نموند. خونه رو با چیزای عجیب و غریبی که از جاهای مختلف دنیا آورده بود پر کرد. می گفت هر کدومشون داستانی داره که بعدا برام تعریف میکنه. موقع چیدن وسایل خیلی بهمون به خوش میگذشت. جای هر چی و انقدر عوض می کردیم تا بهترین جا رو براش پیدا کنیم. آخر از همه هم تابلوها رو به دیوار زدیم. لیدی جیوانا و مونالیزا. دین پرسید: میخوای میز تو کجا بذاری؟ جایی بذار که لبخند مرموز و الهام بخش مونالیزا همیشه جلوی چشمت باشه. به نوشتنت کمک میکنه. فکر میکردم از نوشتنم دل خوشی نداری. این ماره وقتی بود که میترسیدم نوشتن ستاره صبح ها ازم بگیره. حالا دیگه نگرانش نیستم. هر کاری دوست داری بکن. دین با نوشتنم مشکلی نداشت. اما دیگه علاقه به نوشتن نداشتم. نوشتن خاطره سوزوندن کتابم زنده میکرد. خاطره ای که تحمل یادآوریش نداشتم. آخرین تابلویی که به دیوار زدیم پرتره مادر دین بود. مادر دین زن زیبایی بود اما چشمای غمگینی داشت. پرسیدم چرا مادرت اینقدر غمگینه؟ چون با پریستا ازدواج کرده. کنایه زدم یعنی قیافه منم بعد ازدواج غمگین میشه؟ دین نگاهش جدی شد. گفت اگه تو آخرش با هم بمونی نه. گاهی حرفای دین وحشت زدم میکرد. گاهی از خودم میپرسیدم یعنی واقعا میخوام با دین ازدواج کنم؟ گاهی حس می کردم خوشبختیم پروبال شکسته و ناقصه. انگار با چیزی که همیشه آرزوشو داشتم فرق داشت. حتی گاهی حلقه زمردی که برام خریده بود و در آوردم تا باز احساس آزادی کنم. اما این جور لحظات زود گذر بودن. باز حلقم و توی انگشتم می کردم. باز مطمئن می شدم من و دین خوشبختترین زن و شوهر منطقه می شیم. با تموم شدن تابستون خونمون تکمیل شد. نتیجه خوب نبود. عالی بود. همه چی همون جایی بود که باید باشه. فقط مونده بود آویزون کردن نعل اسب بر دور کردن ارواح خبیس و روشن کردن آتیش شومینه. دین وقتی مطمئن شد دود درست کار میکنن شومینه رو روشن کرد. خوشحال گفت به این میگن خونه. زمستون بعد کنار شومینه میشینیم. فقط من و تو. هر از گاهی هم دوستی و دعوت میکنیم که تو گرما و خوشبختیمون شریک بشه. انقدر کنار آتیش میشینیم تا آتیش خاموش بشه. ترق ترق آتیش و حضور دین آرام بخش بود اما یهو یاد تدی افتادم وحشت کردم از خودم پرسیدم نکنه بعد ازدواجم به تدی فکر کنم وقتی آتیش شومین خاموش شد دین بلند شد آه کشیدم و گفتم تابستون خوشمون تموم شد دین گفت اولین تابستون خوشمون اما صدای دینم خسته بود وقتی برگشتیم خونه خاله الیزابت گفت خاله نانسی مرده بعدم نامه کارولین رو به هم نشون داد. کارولین تو نامش نوشته بود خاله نانسی آخرین روز زندگیش گفته از زندگی خسته شده. بهتر ازش دست بکشه. همون روزم از زندگیش دست کشیده. همونطور که همه حدس می زدن خاله نانسی همه چیزش رو بخشیده بود به کارولین پریست. غیر گوشواره و نقاشی تدیکه قولش رو به من داده بود. نقاشی رو گذاشتم تو اتاق زیر شیروانی. گوشواره هارم گوشم کردم. با نزدیک شدن زمستون دین در خونه بالای تپه را قفل کرد کلید خونه رو داد به من گفت تا بهار پیش تو باشه فعلا کاری اینجا نداریم پیش دین درست حساب در اومد زمستون طولانی و پربرف اجازه نداد دیگه به خونمون سر بزنیم دین نرف سفر مون تا دل خاله لورا و خاله الیزابتو به دست بیاره تا حدی هم موفق شد خاله هم بیشتر حرفشو نمیفهمیدن ولی به خودشون نمی آوردن از همین معلوم بود دلشون کمی نرم شده. همه کی منتظر بهار بودیم، منتظر مراسم ازدواج. قرار بود بعد مراسم با دین برم شرق دور یا منفیس کنار رود نیل. شاید هم باقای گیلاس ژاپن. هر جای عجیب و غریبی که مردم پشت سرمون حرفای ناجور بزنن یا هر کاری که معمول نباشه. با این همه خال لورا و پسرم و جیمی نگرانم بودن. دائم میگفتن خیلی تغییر کردم. میگفتن بعد افتادن از پله ها بی شدم. تشویقم میکردن بنویسم اما نه دفترهایی که پسرم و جیمی برام خرید اثر داشت نه نامه هایی که از دوشیز رویال میرسید. حتی کنایه زدن خاله الیزابت که میگفت شکر خدا عاقل شدی دیگه مزخرف سر هم نمی کنی. البته همه ی استارا بی صبات و دمدمی مزاجن حتی این حرفا هم کارگر نبود قرضامو داده بودم هرچی برای عروسی لازم داشتم خریده بودم به زودی هم ازدواج می کردم. دیگه برای چی می نوشتم؟ اونم نوشته هایی کم مایه و سطحی. اواخر زمستون دین چند روزی رفت مونترال. چند تا کاردش که باید سر و سامون میداد. همون موقع نامه ی ایلزه رسید. نوشته بود تدی میخواد با کشتی فلاوین برگرد خونه. میخواد کل تابستون پیش مادرش بمونه. دلم گرفت. مسخره بود. تو دلم دعا کردم کاش قبل اومدنش همه چی تموم شده باشه. هوا تاریک شده بود که یاد خونه ی معیوس افتادم. یهو دلم براش تنگ شد. کلیدش پیشم بود. دیر وقت بود. هوا هنوز سرد بود. اما برفا آب شده بود. فکر کردم تو خونه نقلی دوست داشتنیم همه یه ترس و غصه هامو فراموش میکنم. خاطرات شیرین تابستون برام زنده میشه. از تپه بالا رفتم. نور نقره یه محتاب خونه رو با شکوه تر کرده بود. تا از دروازه رد شدم ستاره درخشید. ستاره ی الفا بود. قلبم لرزید. با عجله در خونه رو باز کردم و رفتم تو. کورمال کورمال دنبال کبریتی که روی شومینه گذاشته بودم گشتم. شمی روشن کردم. همه چی تو تاریکی فرق کرده بود. مونالیزا به هم پوسخند میزد زد. بانو جیوانا ترسیده بود. چشمای مادر دینم غمگین تر از همیشه بود. خانم باد تو اتاق هوهو هو می کرد. رو صندلی راحتیم نشستم. زمزمه کردم. خوش به حال خانم باد. مثل من قید و بند نداره. آزاد آزاده. اما به خودم نهیب زدم. حق اعتراض نداری خودت این قید و بندو انتخاب کردی باد بیرون خونه ناله می کرد اما توی خونه سکوتی غیر عادی حاکم بود روی صندلی لم دادم چشمامو بستم همه چی یهو اتفاق افتاد نه خواب بودم نه بیدار تو زمان و مکان سفر کردم چیزی که قبلا یه بار توی تب و بار دیگه توی خواب تجربه کرده بودم یهو همه چی دورو برم محو شد دیگه روی صندلی نبودم تو سالن بزرگ و شلوغی بودم. پشت سر مردی تو صف بلیت فروشی وایساده بودم. تا مرد سرشو برگردوند، شناختمش. تدی بود. خطری تهدیدش میکرد. باید نجاتش میدادم. بی اختیار دستشو کشیدم. گفتم: "دنبالم بیا تدی." از بلیت فروشی دور شدیم. بین جمعیت دویدم. تدی هم دنبالم دوید. همین که چشمامو باز کردم، رو صندلی بودم. تو خونه معیوس گیج و منگ به دور برم نگاه کردم. هنوزم نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. مثل مرده ای بودم که زنده شده. در خونه رو قفل کردم. دویدم تو جنگل سنوبر. مطمئن بودم تدی و دیدم. از خطری که حتی نمیدونستم چیه نجاتش داده بودم. با همین سراحتم مطمئن بودم عاشقشم. همیشه و با همه ذرات وجودم. به دین فکر کردم. به ازدواجم. نمیتونستم باهاش ازدواج کنم. من عاشق تدی بودم نه دین. اما نمیخواستم قلب دینو بشکنم نمیخواستم شادیشو ازش بگیرم حق با ایلزه بود زن بودن اصلا آسون نبود روز بعد فاجعه قرق شدن کشتی فلاوین دنیا رو تکون داد برخورد کشتی فلاوین با کوه یخ تیتر اول همه ی روزنامه ها بود ایلزه گفته بود تدی میخواد با همین کشتی برگرده باید میفهمیدم تدی توی کشتی بوده یا نه شاید مادرش خبر داشت دوست نداشتم با خانم کنت رو در روشم اما باید میفهمیدم چه بلایی سر تدی اومده خانم کنت تو این سالا فرقی نکرده بود مثل سابق سرد و مرموز با جای زخمی تو صورتش تا منو پشت در خونش دید آثار خصومت تو چشمای غمگین و تیرش هو بیدا شد بی مقدمه پرسیدم تدی تو فلاوین بوده خانم کنت پوزخند زد گفت مگه برات فرقی میکنه بله لطفا اگه ازش خبر داریم بگین نه نبوده امروز تلگرافش رسید گفت از کشتی جا مونده نفس راحتی کشیدم مونده بود از خوشحالی برخصم تشکر کردم میخواستم برگردم اما خانم کند عصبانی بازومو کشید سرم داد زد ولی به تو ربطی نداره چطور جرأت میکنی وقتی نامزد داری بیای و سراغ پسر منو بگیری دلم براش میسوخت زندگی او به خودش سخت کرده بود از حسادت مثل ماری به خودش میپیچید گفتم حق دارم بپرسم چون عاشقشم چطور جرأت میکنی وقتی میخوای با کس دیگه ای ازدواج کنی؟ بی اختیار گفتم نمیخوام با کس دیگه ای ازدواج کنم اما لازم نیست ازم متنفر باشین چون با اینکه عاشق تدیم تدی هیچ علاقه ای به من نداره فوری چرخیدم سمت نیومون از ناراحتی چشمام رو هم فشار دادم از غرورم چیزی باقی نمونده بود با اعتراف به عشقی طرفه غرور ماری ها رو مال کرده بودم چند روز بعد نامه تدی رسید. با دست لرزون بازش کردم. امیلی، اتفاق عجیبی افتاده که باید برای تعریف کنم. نمیدونم چه قضاوتی در موردم میکنی. شاید فکر کنی دیوونه شدم. اما از چیزی که اتفاق افتاد مطمئنم. میخواستم با قایق لیورپول خودمو برسونم به کشتی فلاوین. تو صفحه بلیت بودم که دیدمت. قسم میخورم خودت بودی. گفتی دنبالم بیا. از تعجب زبونم بند اومده بود. اما دنبالت اومدم بعد دویدی ازم دور شدی همه چی انقدر سریع اتفاق افتاد که فکر کردم دیبونه شدم هر طرف نگاه کردم پیدا نکردم وقتی به خودم اومدم قایق رفته بود کفری بودم که کشتی فلاوینو از دست دادم اما وقتی خبر غرق شدنش رو شنیدم مغزم سود کشید تو اینجا تو انگلیس نبودی اما دیدمت نذاشتی بیلیت بخرم اومده بودی جونم و نجات بدی اگه سوار فلاوین شده بودم بگذاریم. مجره عجیبیه مگه نه؟ مثل پیدا شدن مادر ایلزه تو چا. امیلی عزیز، درست این روزا جادوگرا رو نمی سوزونن. اما باید خیلی مراقب خودت باشی. زیر لب گفتم، نه نمی سوزونن. اما این شرایط بدتر از زنده زنده تو آتیش سوختنه. چند روز بعد دین از مونترال برگشت. تو نامش نوشته بود دم غروب بالای تپه منتظرش باشم. از تپه بالا رفتم. باد لابله درختان ناله می کرد. آواز سین سرخا غمگین بود. انگار همه چی رو تپه ناامید و دل شکسته بود. دین قبل من رسیده بود بالای تپه. تا صورت رنگ پریدم و دید گفت چی شده؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم من نمیتونم باهات ازدواج کنم عاشقت نیستم نه دلیلی آوردم نه از خودم دفاع کردم لبخند دین روی لباش ماسید یخ زد سکوت شد اما زیاد دووم نیاورد گفت میدونستم عاشقم نیستی اما میخواستی با هم ازدواج کنی چرا منصرف شدی دین میخواست بدونه چی شده حقش بود بدونه داستان که کشتی فلاوین و تدی و براش تعریف کردم بعدم گفتم من عاشق تدیم با اینکه تدی علاقه ای بهم به نداره باید حقیقت رو بهت میگفتم اگه هنوزم اصرار داری با هم ازدواج کنیم سر قلم هستم چهره دین عبوس شد گفت آره ماری ها تو هر شرایطی سر قولشون میمونن اما دیگه نمیخوام سر قولت بمونی دلم نمیخواد با زنی ازدواج کنم که قلبش جای دیگه است منو میبخشی؟ چیو ببخشم؟ من عاشق تو هم تو هم عاشق تدی از دست هیچ کس کاری بر نمیاد دین نشست صورتشو با دستش پوشوند دلم میخواست همون لحظه بمیرم وقتی دین دستشو از رو صورتش برداشت نگاه عیبجو و و تحقیرآمیزش برگشته بود گفت این قیافه رو به خودت نگیره میلی تو روزگار ما به هم زدن نامزدی دیگه اتفاق وحشتناکی نیست خاله هم حتما خوشحال میشن من یه بار زندگیتو نجات دادم از اون روز زندگیت مال من شد اما امروز برش میگردونم به خودت بیا دیگه خداحافظی کنیم وقتی برا همیشه میری باید خداحافظیت کوتاه و بیمقدمه باشه التماس کردم چرا خداحافظی کنیم ما هنوز دوستیم فراموشش کن عزیزم ارتباطمون از حالا به بعد بیمعناست به خاطر این یه سال ازت ممنونم هدیه یه ارزشمندی بود ستاره من دین رفت سمت دروازه با بغز رفتنش رو نگاه کردم اگه دین اینجوری میرفت هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم هیچ وقت آزاد نمی شدم. اما دین کنار دروازه وایساد مکس کرد برگشت سمتم گفت باید اعترافی بکنم با شاید عذاب وجدانم کمتر بشه داستانت خوب بود خیلی خوب ایرادایی داشت اما کار خوبی بود مفهوم و ساختار محکمی داشت با شخصیتهایی باورپذیر و انسانی چند لحظه نفس کشیدن برام مشکل شد زمزمه کردم خوب بود ولی من سوزوندمش دینجا خورد سوزوندیش؟ آره چرا گفتی خوب نیست چون ازش متنفر بودم چون تو را ازم گرفته بود حالا که دلایلمو به زبون میارم میفهمم چقدر پسته نه عذر خواهیم نه تأسف و پشیمونیم دیگه هیچ فایده ای نداره اتفاق تازه ای افتاد آزاد شدم گفتم میبخشم دین بعد به خونه معیوس نگاه کردم گفتم انگار قرار این خونه تا ابد معیوس بمونه انگار تلسم شده انگار خونه ها مثل آدما نمیتونن از سرنوشتشون فرار کنن به هم خوردن نامزدیم با دین از شروع نامزدیمون جنجلی تر شد پریستا هم خوشحال شدن هم سرخورده اما ماریها تا مرز جنون عصبانی شدن دایوالی سنه زد ماریها اینطوری نیستن امیلی به کی رفته که سر حرفش نمیمونه خالی رود گفت نه به ماریها ها نرفته اما تا دلت بخواد به استارهای دمدمی مزاج رفته ماریها این کلمه رو قاپیدن منم قبول کردم دمدمی مزاجم اگه دمدمی مزاج نبودم اینقدر عجیب و غریب رفتار نمی کردم یه هون نصف شب به سرم نمیزد، با ماه خلوت کنم یا ستاره ها رو بشمرم. دمدمی مزاج بودم که از تماشای غروب خورشید سیر نمی شدم. با دیدن هر زیبایی چشام پر اشک می شد. حتی از نامه ایلزه معلوم بود فکر میکنه من دمدمی مزاجم چاره ای نبود قبول کردم دمدمی مزاجم بهتر از جنگیدن با همه دنیا و از همه مهمتر ماری ها بود به خاطر دمدمی مزاج بودنم باز چسبیدم به کارم به نوشتن شب بیداریام شروع شد تو همین شب بیداریا بود که صدای سوت تدی از خود بی خودم کرد اول فکر کردم خیاله رویاست اما وقتی برابار بار دوم نوتی بلند و بعد نوتی کوتاه شنیدم سمت صدا پرواز کردم دویدم تو باغ بعدم بوتزار تدی منتظرم بود لبخند زد داد زدم تدی امیلی هیجان و شادی برگشته بود بعد این همه جدایی باز روبروی هم وایساده بودیم بی ترس و بی خجالت باز بچه شده بودیم دیگه برام مهم نبود با اشاره تدی یه نفس تا بوتزار دویده بودم تدی گفت چقدر خوشحالم که اینجاییم هیچی عوض نشده تو بهشتمون زیر ستاره ی آلفا بایستدیم شنیده بودم میخوای با دین ازدواج کنی میخواستم اما نتونستم چرا نتونستی؟ چون عاشقش نبودم بعد صدای خنده بلند ایلزه تو بوتزار زار پیچید رفتیم استقبالش ایلزه پر سر و صدا گفت میبینین؟ روزگار چرخید و چرخید تا باز دوره هم جمع تا معرکه انتظارمون میکشه مثل سابق پیشبینی ایلزه تا حدی درست حساب در اومد. هر روز که بیدار می شدم فرشته خوشی با دست پر جلوم زانو میزد عشق خریدنی یا فروختنی نبود هدیه بود ستاره های دیگه پیش درخشش ستاره آلفا کم فروغ و بیرمق بودن ایلزه قد من خوشحال نبود مخصوصا وقتی فهمید پریمیلر بازم ازم خواستگاری کرده جیغ دیرم میخواد با شلاق سیاه و کبودش کنم اما نه انگار هیچ چی فایده نداره نه گریه کردن نه دعا خوندن نه بد و بیرا گفتن با هرس به عکسی که پیری بهم به داده بود نگاه کرد قاب عکس رو از رومیز برداشت قلممو و از دستم کشید با تیزی قلم چشمای عکس و سوراخ کرد عصبانی نگاش کردم عصبی خندید و گفت عین ماری ها نگام نکنه میلی چون نمیترسم حقش بود اگه ندیدی چقدر پر رو حق به جانب نگاه کرد؟ لعنتی انگار از دماغ فیل افتاده قبلا که گفتی عاشقشی مگه فرقی میکنه؟ اون مارمولک هیچ وقت منو نمی بینه حتی اگه تموم بعد از زور سرش داد بزنم گیندش بزنن تازه شنیدم رفته تو دارو دسته محافظ کارا تو که خود طرفتر محافظ کارایی؟ باشم دلیل نمیشه از آدمای حزب باد خوشم بیاد ولی متاسفانه از یکی خوشم میاد لعنت دیگه کاری به کارش ندارم فقط عکس شکنجه شدهش رو از جلوی چشمم دور کن عکس پریو گذاشتم تو کشو ایلزه کمی آروم گرفت اما گفت امیری بی احساس چطور هر دفعه بهش جواب رد میدی ببینم تو تا حالا غیر کاغذ و قلم چیز دیگه ای هم دوست داشتی چه سالیه، معلومه که نه پری لعنتیو از مغزم میندازم بیرون نظرت در مورد تدی چیه رنگم پرید اما ایلزه حواسش نبود. بازم گفت پسر جذابیه. تو اروپا دخترها براش سر و دست میشکنن. خودپرستیش حال به همزنه، البته دخترها هم کم دور برش نمیپلکن، کم لوسش نمی کنن. اما کیه که بعدش بیاد؟ خورشید رفت پشت ابرا روز خاکستری شد. اما ظاهر رو حفظ کردم. نمیخواستم ایلزه بفهمه تو دلم چی میگذره. از خودم بعدم اومد. با صدای سوت تدی تا ته بوت هزار دویده بودم. تمام شب خوابم نبرد. نزدیک صبح به سرم زد برم تو بوت و طلوع خورشید و تماشا کنم. از همون حوثایی که ثابت میکرد دمدمی مزاجم. رو تپه مورد علاقه تدی نشستم. خورشید یواش یواش بالا می اومد که یهو تدی از پشت سرم گفت چه سحرخیز بعد کنارم نشست. هول شدم. انتظار دیدن تدیو نداشتم. انگار فهمید غافلگیر شدم. گفت گاهی میام اینجا طلوع خورشید و تماشا میکنم. تنها جایی که با خودم خلوت میکنم. عبوس مثل ماریهای نیومون گفتم ببخشید خلوت ارزشمند تو به هم زدم. تدی خندید و گفت عدای خالهاتو در نیار. دیدن تو از هر خلوتی با ارزشتره. بیا فقط بشینیم و خیال بافی کنیم. حرف زدن خرابش میکنه. حق با تدی بود. لحظات جادویی و دلپذیر کنار تدی رو فقط باید نفس میکشیدم. حرف زدن خرابش میکرد. ساکت نشستم. اما دلم میخواست دنیا برای همیشه تو همون لحظه طولو بمونه. همه چی رویایی بود. بوی زنبقای وحشی، شبنم روی چمنا، نسیم خونک دریا. چیزی نمونده بود تو نگاه و لبخند تدی زوب بشم که یه های یاد حرفای ایلزه افتادم. مثل اینکه که مار نیشم زده باشه بلند شدم. گفتم باید برگردم. لحنم خیلی تند بود. تدی بلند شد لبخندش محو شد نگاهش تغییر کرد لحظه با شکوهمون غروب کرده بود آروم گفت منم همینطور مادرم نگران میشه اصلا تغییر نکرده هنوزم از نقاشیام متنفره چون پسرش رو ازش گرفته گاهی فکر میکنم هیچی ازش نمیدونم حتی نمیدونم جای زخم صورتش در اثر چیه نه از پدرم چیزی میدونم نه از خونوادش. هیچ وقت ازشون حرف نمیزنه. شاید دلش شکسته به خاطر مرگ پدرت. شاید اتفاقی زندگیشو مسموم کرده. خب دیگه خداحافظ. فردا شب میای مهمونی خانم چیدلا؟ آره قراره برام ماشین بفرسته. حیف شد. میخواستم با درشکه که کرایه کرده بودم بریم. اما اشکال نداره میرم دنبال ایلزه. پریم میاد؟ نه سرش خیلی شلوغه. عجب. پس حسابی پیشرفت کرده. لابا تا چند سال دیگه چند تا قصر میخره. اما ما هنوزم دنبال رنگین کمونیم. بدون اینکه چیزی بگم برگشتم نیومون. عصبانی بودم. از اینکه فوری گفته بود میره دنبال ایلزه. از اینکه اصراری نکرده بود. از اینکه براش مثل بقیه دخترای دورو برش بودم. اما تا مهمونی خانم چیدلا لبخند و نگاهش پیش چشمم بود. قلبم برای دیدن دوبارش پرواز میکرد. بهترین لباسم و پوشیدم. پیرهن یه سبزی که دوشیز رویال برام سوغاتی آورده بود. خاله الیزابت تا منو با اون لباس دید اخم کرد. به خاله لورا گفت: مثل هنر پیشه ها شده. از حرف خاله الیزابت درم قرص شد. وقتی رسیدم خونه ی خانم چیلدا خیلی هیجان زده بودم. حتی خودم رو فراموش کرده بودم. دیگه نه حواسم به لباسم بود نه حرف خاله الیزابت. اما رفتار سرد تدی عقلمو برگردوند سر جاش. من براش ارزشی نداشتم. تدی کل مهمونی توجهی بهم به نکرد. بیشتر دور ایلزه بود. خیلی هم سر حال بود. سرد و ساکت گوشه ای نشستم. غرور ماریها کمک کرد تا آخر مهمونی دووم بیارم. دیگه حتی به تدی نگاه هم نکردم. هرچی حماقت کرده بودم بس بود. وقتش بود عاقل بشم. مهمونی برام طولانی و کسل کننده بود. برا شام اشتهایی نداشتم. طعم دهنم تلخ بود. قلبم سرد و سنگین شده بود. برای تموم شدن مهمونی لحظه شماری می کردم. احتمالا خانم چیلدام از دعوت مهمون بد مثل من پشیمون بود. بعد مهمونی دیگه و ندیدم. طبق معمول هر تابستون دو هفته رفتم خونه دایی الیور دو هفته طولانی و عصاب خورد کن. وقتی از خونه دایی الیور برگشتم تدی رفته بود. پسرم و جیمی گفت به تدی معابنت دانشکده هنر مونترال رو پیشنهاد کرده بودن. تدی قبول کرده بود. اما قبل رفتنش پاکتی و برام گذاشته بود. گفت نامش رو گذاشته روی میزم. هیجان زده رفتم تو اتاقم. با دستای لرزون پاکت نامه رو باز کردم. اما هیچی توش نبود. جز شعر مزهک پری که تو مجله شارلوت تاون چاپ شده بود. چند روز بعد ایلزم اومد برای خداحافظی. تعطیلات تموم شده بود. اما خوشحال بود. تازگی یا جزیره دور پرنس ادوارد براش کسل کننده شده بود. خوشحال بود که برمیگرده اروپا. قبل رفتن گفت راستی تدی برا تو هم نامه نوشته؟ فهمیدم برای ایلزه نامه نوشته. دل گفتم آره ولی مطمئن نبودم شعری که برام تو پاکت گذاشته بود نامه محسوب بشه. ایلزه گفت باید بهش حق بدی. بی رفتنش به خاطر پیشنهاد کاری وسوس انگیزش بود. هر کسی دیگه یم بود با سر میرفت رفت. فکرشو بکن معاون دانشکده هنر منترال. اونم تو این سن و سال. خب دیگه امیلی وقتی رفتنه میشه گفت تابستون خوبی بود ولی بیشکست نبود نشد باز بچشیم، شیم همون جوری خوش بگذرونیم و خوشحال باشیم بزرگ شدن چیز مزخرفیه هنوز فکرم پیش تدی و نامه معیوس کنندش بود اما برای حفظ ظاهر گفتم این مدت خیلی تنبلی کردم باید برگردم سر کارم فقط ادا در می آوردم اما ایلزه باور کرد بی گفت خوش به حالت امیلی جوری عاشق نوشتنی که بعدم نمیاد شانسمو تو نوشتن امتحان کنم میخوام بفهمم نوشتن چی داره که اینجوری دو دستی بهش چسبیدی منم کارمو دوست دارم ولی نه قد تو به نظرت درست همه چیو و ول کردی و فقط به یه چیز دل بستی؟ از دل بستن به خیلی چیزا بهتره شاید مطمئنم موفق میشی به هدفت میرسی اما من مثل تو قوی نیستم نمیتونم همه چیو و فدای کارم کنم خب دیگه کلی وراجی کردم اگه بخوام به کشتی برسم باید عجله کنم امیلی بهت افتخار میکنم تو دختر عاقلی هستی بدرود امیلی شجاع تو دلم قریدم لعنت به هرچی عقله لعنت به هرچی شجاعتی بیست و سه ساله شدم بدون اینکه اتفاق هیجان انگیزی برام بیفته حتی تا به سونه اون سال تدی و ایلزه برنگشتن جزیره با این حال حوصلم سر نمیرفت غیر نوشتن با خواستگارای عجیب و غریب و رنگ و وارنگم دست و پنجه نرم می کردم. که خاله الیزابت و عصبانی می کردن. خاله لورارم از نگرانی به گریه می داختن. هیچ کدومشون مطابق میل ماری ها نبودن. خاله رود هنوز به خاطر جواب کردن اندرو به هم سرکفت می زد. خاله الیزابت هم هنوز به خاطر رد کردن پیشنهاد ازدواج جیمز والیس منو نبخشیده بود. نه اینکه جیمز والیس خیلی به دلش نشسته باشه، اما کشیش بودنش نکته مثبتی بود که نمیشد نادیدش بگیره. شایدم حق داشت. مقام جیمز والیس با جک بانی سر ملقب به لات خوشقیافه و خاستگار ژاپنیم قابل مقایسه نبود. ماریها هم نگران بودن ازدواج نکنم، هم نگران بودن با یکی از این خاستگارای ناجور و نچندان خوشنام ازدواج کنم. ماجرای خاستگاری ها قد بقیه ماریها برام جدی نبود. گاهی سرگرمم میکرد. گاهیم برام درد سرساز میشد. مثلا جاسپر فراست که تازه اومده بود شروز بری. خاله الیزابت ازش خوشش اومد. فراستا خانواده خوبی بودن. اما جاسپر زیادی اساقورد داده و شسته بود. وقتی به این بهونه ردش کردم، خاله الیزابت قرزد، خاستگار شسته رفته دوست نداری؟ نکنه دوست داری خاستگارت کسیف و شلخته باشه. دلخور اعتراض کردم، حد وسط از همه چی بهتره. ایرادای علکی و بزار کنار. مگه خودت بی ای بی؟ بی ایب نبودم، اما تدی دوست داشتم. نمیخواستم با کسی غیر تدی ازدواج کنم، اما خال الیزابت که از دلم خبر نداشت. برا همین حرفی نزدم. با اومدن پاییز پسرم و جیمی شخب زدن تپه رو شروع کرد. من با لذت تغییر فصل و تماشا می کردم. از اون کارایی که فقط از دم دمی مزاجا سر میزنه. با سرخوشی بین شیارای تپه قدم می زدم که پاشنه کفشم تو گل فرو رفت. خم شدم گله کفشم و پاک کنم. یهو چیزی شبیه قطره شبنم برق زد. نفسم بند اومد. الماس گم شده رو پیدا کرده بودم. یکی از آرزوهای بچگیم برآورده شده بود. پیدا شدن الماس گم شده. چقدر با ایلزه و تدی دنبالش گشته بودیم، اما پیداش نکرده بودیم. چند سالی بود دیگه بهش فکر نمی کردم. اما خیلی اتفاقی درست وقتی انتظارش رو نداشتم پیداش کرده بودم. پیدا شدن الماس شور و زیادی تو نیومون به پا کرد. خاله الیزابت همه رو جمع کرد تا در مورد الماس تصمیم بگیریم. پسرم و جیمی گفت امیلی الماس رو پیدا کرده پس مال خودشه. دایی والیس مثل دادستانا گفت همه ی ماری ها از الماس خونوادگی ارث میبرن. امیلی هم سهم مادرش رو میبره. باید بفروشیمش و بین همه تقسیم کنیم. اما خاله الیزابت گفت هیچ کس حق نداره الماس خونوادگی رو بفروشه. نظر بقیه هم همین بود. الماس خونوادگی علامت نجیب زادگی ماری ها بود نباید فروخته میشد همه موافقت کردند الماس پیش من بمونه پسرم و جیمی زوغ زده گفت مطمئنم الماس خونوادگی برات شانس میاره خوشحالم حق به حق دار رسید اما الماس گم شده برامون شانس نیاورد چند روز بعد پیدا کردنش خاله الیزابت خورد زمین و پاش شکست برای اولین بار تو زندگیش مجبور شد تو تختش بمونه به خاطر پای شکستش زمین شده بود دائم قور میزد گریه می فکر می کرد تا آخر عمرش چلاغ میمونه باور نمیکرد نیومون بدون خودش اداره بشه شک نداشت من و خاله لورا و پسرم و جیمی هر روز بدون نظارتش خرابکاری میکنیم برای اینکه کمتر حوصلش سر بره گفتم خاله الیزابت میخوای داستانی و که تازه نوشتم برات بخونم خاله الیزابت دماغش رو چین داد و گفت ماجره های عاشقانه که توش نیست نه بیشتر بامزه است پس بخون شاید اینجوری وقت بگذره داستانم خوندم خاله الیزابت نظری نداد اما روز بعد گفت داستان جدید ننوشتی؟ راستش سرمو گرم میکنه آدماش خیلی واقعی حرف خاله الیزابت تشویقم کرد هر روز داستان جدیدی بنویسم بعدم برای خاله الیزابت بخونمش خاله الیزابت زیاد ابراز احساسات نمیکرد ولی معلوم بود از داستانم خوشش اومده وقتی برای خاله الیزابت داستان می‌خوندم، خاله لورا و پسرم و جیمی هم میومدن اتاق خاله الیزابت خاله الیزابت خیلی از داستانام خوشش اومده بود اما همش نگران همسایه ها بود میترسید تو نوشته هم شخصیت همسایه ها رو آورده باشم اما احتیاجی به نوشتن شخصیت همسایه ها نداشتم شخصیت ها خود به خود تو ذهنم شکل می گرفتن رو کاغذ زنده می شدن گریه می گاهیم عاشق می شدن خاله لورا و پسرم و جیمی عاشق داستانام شده بودن. پسرم و جیمی میگفت تا حالا داستانی به این خوبی نشنیده بودم. خاله لورا هم حرفش رو تایید می کرد. خاله الیزابت چیزی نمی گفت، ولی معلوم بود داستانامو دوست داره. تشویق شدم با شخصیت های داستانام داستانی بلند بنویسم. فکری که شنونده هم خیلی ازش استقبال کردن. پسرم و جیمی بعد هر فصل میگفت محشره. خاله لورا هم می شبا خوابش نمیبره. دائم به فصل بعد فکر میکنه. خاله الیزابت همچنان نگران همسایه ها بود اما داستانو دنبال می گاهی شنونده هم دوست داشتن چیزایی و تو داستان تغییر بدم. مثلا آبراهام ریش نداشته باشه یا چشمای پیک سبز نباشه یا سیسی پیر انقدر بدجنس نباشه که هر وقت عصبانی به سگش لگت بزنه. خاله الیزابت اصرار داشت شخصیت نیکولاس پیرو کلا حذف کنم چون خیلی شبیه داگلاس پیرش رزبریه، اما زیر باره هیچ کدوم نرفتم وقتی خاله الیزابت گرچه پاشو باز کرد آخرین فصل کتابم نوشتم. مثل شنونده هام حسابی مجذوب داستان و شخصیتاش شده بودم. مثل فروشندگی رویاه ها تو خلصه نرفتم اما هیجان زیادی داشتم. خاله الیزابت بعد باز کردن گچه پاش با کمک ما رو صندلی آشپزخونه نشست. گفت داستانت خیلی کمک حالم شد. براش اسم انتخاب کردی؟ مفهوم گلهای باغچه میخوای با مفهوم گلهای باغچه چیکار کنی؟ میخوای چاپش کنی آره؟ خیلی کل شقی اگه چاپش کنی داگلاس پیر با همون دشمن میشه قمزده گفتم دوست دارم چاپش کنم اما شانسی نداره ناشرا چند تا تعریف و تمجید علکی میکنن بعدم پسش میفرستن با اینکه امیدی به چاپش نداشتم اما داستانم رو تایپ کردم و فرستادم. دوباره، سه باره، ده باره از اسم و آدرس ناشرا فهرست درست کرده بودم یکی یکی داستان براشون میفرستادم. کل پاییز و زمستون کارم شده بود تایپ کردن و فرستادن داستانم. اهالی نیومون از برگشت داستانم خبر داشتن. دلسوزی و همدردیشون معذب و کلافم می کرد. پسرم و جیمی هر دفعه داستانم برمیگشت انقدر ناراحت میشد که تا چند روز اشتهاش از دست میداد وقتی آخرین ناشرم کتابم و پس فرستاد بدون اینکه بازش کنم گذاشتمش تو اتاق زیر شیروونی. انگار برای دلم نوشتن جواب نمیداد. برگشتم سراغ کار قبلیم. کار تجاری و سفارشی. انگار نمیشد از پای کوه بالاتر برم. دوشیز رویال تو نامه آخرش بیتارف نوشته بود هر روز بیشتر نزول میکنم. نوشته بود اگه به روزمرگی عادت کنم کارم تمومه. نوشته بود تعریف و تمجیدای پسرم و جیمی و خاله لورا سطحیم کرده. دائم فکر می کردم اگه شیش سال پیش با دوشیز رویال رفته بودم شاید وزم بهتر بود. شاید حق با دوشیز رویال بود. شاید ناشرا تا مهر پست جزیره پرنس ادواردو می دیدن نوشته نخونده پس می فرستدن. دیگه برا افسوس خوردن دیر بود. من خیلی وقت پیش انتخابمو کرده بودم. بها و تابستونم اومد و رفت. از ایلزه و تدی خبری نشد. دلم هوای حرف زدن با دینو کرده بود. اما شنیده بودم سر از سواحل اقیانوس آرام درآورده. همه چی تو نیومون یک نواخت بود. گاهی از درست بودن پیشبینی دوشیزه رویال وحشت زده می شدم. پسرم و جیمی و خاله لورا پیر شده بودن. خاله الیزابت در آستانه هفتاد سالگی بود. میدونستم بعد مرگ خاله الیزابت نیومون به اندرو می رسید. انگار هرچی خاله الیزابت پیرتر می شد، حس مالکیت اندرو بیشتر می شد. سرزده به باغ و مزرعه سرکشی می کرد تا مطمئن شه همه چی خوب اداره میشه. در مورد بریدن درختای باغ و خراب کردن خونه نظر میداد. هر وقت نظرات مسخرش رو می شنیدم, بی اختیار دستمو مشت میکردم. گاهی هم گریم می گرفت. خاله الیزابت که می دونست چه حسی دارم آه می کشید. سرزنشم می کرد. آه. تقصیر خودته. اگه زن اندرو شده بودی اینجا مال خودت می شد. فرقی نمی کرد. اندرو هیچ وقت به حرفم گوش نمی کرد. همونطور که درجا جا می زدم خبر موفقیت ایلزه و تدی می رسید. تدی دیگه برام نامه نمی نوشت. اما ایلزه تو نامه هاش از تدیم می نوشت. نوشته بود تابلوی جدید تدی همه منتقده و صاحب نظری نقاشی و شگفت زده کرده. نوشته بود تابلوش از نزدیک دیده. نوشته بود تدی من و لبخند مخصوصمو کشیده. جوری که با خودم مو نمیزنه. همون لبخندی که وقتی جرقه الهام می اومد سراغم. نوشته بود منتقدا لبخند نقاشی تدی و با لبخند مونالیزا مقایسه میکردن. عکس نقاشی دختر خندان و تو یکی از مجله ها دیدم. حق با ایلزه بود. من بودم که وسط نقاشی تدی لبخند می زدم. خیلی عصبانی شدم. تدی عشقم و نادیده گرفته بود. به هم اهمیتی نمیداد. حق نداشت صورتم بکشه. حق نداشت تصویر روح و درونم رو به دیوار بزنه تا همه ببینه. 24 سالگی از راه رسید. زودتر از چیزی که فکر می کردم. وقتش بود نامه یو که تو 14 سالگی برای 24 سالگیم نوشته بودم باز کنم. نامه رو باز کردم و خوندم. نامه جالبی نبود. دوره نوجوانی پیش چشمم زنده شد. انگیزه و عشقای نابود شده. دوستی و آرزوهای از دست رفته. میخواستم به اما سوزوندن نامه چیزی رو عوض نمیکرد. امیلی چهارده ساله نوشته بود. بهت حسودی میکنم. خوش به حالت. حتما الان خیلی خوشبختی. شاید ازدواج کرده باشی و چند تا بچه داشته باشی. تو خونه معیوس زندگی میکنی؟ کتاب تو چاپ کردی؟ به قله رسیدی؟ فقط خواهش میکنم هر چیزی باش جز غمگین و ناامید بیست و چهار سالگی عزیزم تا میشه خوشحال و محبوب و خوشبخت باش از طرف چهارده سالگی کم اقلت چهارده سالگی کم مزخرف نوشته بود اما سوزوندن نامه هم فایده نداشت رو صندلی نشستم سرم و گذاشتم رو میز زدم به لطف امیلی چهارده ساله تا صبح خوابم نمیبره باید تا صبح افسوس بخورم همون موقع صدای پای پسرم و جیمی رو شنیدم مثل همیشه پر سر و صدا از پله ها بالا می اومد چیزی نگذش که هیجان زده در رو باز کرد و گفت نامه داری امیلی از اون نامه های نازک خوشخبر منتظر نامه نبودم تعجبم وقتی بیشتر شد که روی پاکت رو خوندم جیغ زدم انتشارات ورهام ورهام بزرگ مهمترین و قدیمیترین انتشارات آمریکا بود. مطمئن بودم چیزی براشون نفرستادم. یعنی جرأتش نداشتم. گیج و من گفتم نمیفهمم. نامه رو باز کردم. یادداشت کوتاهی بود. خانم استار عزیز با افتخار به اطلاع می رسانیم مفهوم گلهای باغچه را در فهرست دوره بعد چاپ کتابهایمان گذاشته ایم. خوشحال می شویم ما را در جریان کارهای آیندهتان بگذارید. دهنم از تعجب باز مونده بود گفتم داستانم چطوری سر از انتشارات ورهام در آورده پسرم و جیمی گفت قول به ده سبانی نشی دو ماه پیش رفته بودم اتاق زیر شیروانی رو تمیز کنم دستم خورد به خرت و پرتای رو و ریخ رو زمین خواستم جمعشون کنم چشمم افتاد به داستانت همونجا رو زمین نشستم و از اول همه رو خوندم یهو الیزابت بالای سرم ظاهر شد وقتی دید هنوز جا رو تمیز نکردم خیلی کفری شد ولی برام مهم نبود. حواسم جای دیگه بود. فکر کردم اگه این داستان برا من انقدر جذابه چرا برا بقیه نباشه؟ فقط اسم نشر ورهامو شنیده بودم. نشونیشو پیدا کردم و فرستادم. حتی نمیدونستم چه جوری بفرستمش. برا همین گذاشتمش تو جعبه بیسکویت. وحشت زده گفتم لابا تمر اضافی هم نذاشتین که برش گردونن. میبینی که کار خوبی کردم. ناشرای قبلی به خاطر تمر اضافی کارتو پس فرستادن. یهو گریم گرفت پسرم و جیمی گفت ناراحتت کردم؟ نه برعکس زیادی خوشحالم کردی خدایا باورم نمیشه انتشارات ورها پسرم و جیمی پوسخن زد گفت هر روز مثل دیوونه ها نامه ها رو زیر و رو میکردم میخواستم اگه داستانو برگردونن بدون اینکه بفهمی داستان تو بذارم سر جاش اما خدا رو شکر این پاکت نازک خوشخبر رسید. با زوغ و شوق خبر چاپ کتابم و به ایلزه و دوشیز رویال دادم. ایلزه هم برام نوشت تا به سون با تدی برمیگرده. خوشحال بودم که ایلزه رو می بینم. اما دیدن تدی فرق داشت. روبرو شدن با تدی برام آسون نبود. نقاش تابلوی معروف دختر خندان. با اینکه به نقاشی تدی اعتراض داشتم اما نمیخواستم به شباهتش با خودم اعتراف کنم. به خودم دلداری دادم دیدن دوستای قدیمی و زنده کردن خاطرات همیشه خوبه. به هر حال تدی و ایلزه تا به سون می اومدن. چه خوشم می اومد, چه خوشم نمی اومد. راستش برام عجیب بود که همیشه با هم میان. شبی که تدی رسید پشت پنجره نشسته بودم. به ستاره ها زل زده بودم و زیباییشون رو تحسین میکردم. محو تماشا بودم که تدی سود زد. علامت جادهیمون که از خود بی خودم تدی اومده بود تو بوتزار منتظرم بود. خوشکم زد. فکر کردم خیاله، توهمه. وقتی دوباره صدای سوتش رو شنیدم تا دمی در رفتم. میخواستم از پله ها پایین. مثل باد باغ و رد کنم و برسم به بوتزار. اما دستم رو دستگیره یه در خشکید. غرور ماری ها بیشتر از این خودم خار کنم. تدی بی خداحافظی رفته بود. دو سال قیبش زده بود. بعدم انتظار داشت سوت بزنه و من تو بوتزار حاضر بشم. زدم هر چقدر میخوای سوت بزن. دوباره صدای سوت اومد. یاد پاکت نامه خالی شفتدم. عصبانی پشت میزم نشستم. عمدن چراغ روی میزم روشن کردم. ادای نوشتن رو درآوردم. اما گوش تیز کرده بودم سمت بوتزار. میخواستم صدای سوت تدیو بشنوم، اما دیگه صدایی نیومد. وقتی ناامید شدم چراغ خاموش کردم. رفتم تو اتاق خواب. دیگه نتونستم جلوی سر شدن اشکامو بگیرم. انقدر گریه کردم تا کل بالشم خیس شد. روز بعد ایلزه و تدی اومدن دنبالم. با ماشین تازه ایلزه ایلزه خیلی سر حال بود هیچ عوض نشده بود کل روز منو تدیو خندوند با تدی خیلی صمیمی رفتار نکردم اما حواسم بهش بود با همون میخندید اما مثل کسی که فرسنگ ها از دنیای بچگیمون دور شده حس میکردم دیگه نمیشناسمش چند روزی با ماشین ایلزه رفتیم گردش از گذشته ها حرف زدیم از آینده بعد حرفمون ته کشید ایلزه و تدی حوصلشون سر رفت زودتر از موعد برگشتن سر کارشون. با رفتن تدی و ایلزه زندگی برگشت به روال سابق. کتابم چاپ شد. در عرض چند هفته هم به چاپ پنجم رسید. اما نظر منتقده در موردش خیلی زد و نقیز بود. بیشتر از اینکه راه باشه گیجم میکرد خال خاله الیزابت و خاله لورا میگفتن به نقدشون اهمیت ندم. پسرمو جیمی هم میگفت فقط تعریف و تمجیدا رو باور کنم چون بقیهش چرت و پرته. پسرمو جیمی همیشه کارا رو برام آسون میکرد. تابستون گذشت و پاییز پرمشغله نیومون رسید. مشغله زیاد نمیذاش به تدی فکر کنم. سرم به کارای باغ و مزرعه و نوشتن گرم بود که نامه ی ایلزه رسید. نامه های ایلزه رو خیلی دوست داشتم. پر داستانه با مزه راجب عاشقه دلخستش بود. همیشه خبرهای دست اولی از تدی به هم میداد. نامه رو گذاشتم آخر شب سر فرصت بخونم. وقتی سرم خلوت شد جست زدم رو تخت. نامش رو باز کردم. بوی عطری که ایلزه میزد اتاق پر کرد. یهو دلم براش تنگ شد. نامه رو خوندم. هزار بار میخواستم برات نامه بنویسم. ولی سرم خیلی شلوغ بود. عین گربه ای که سگ دنبالش کرده فقط می دویدم. بزه امشب سگه به هم برسه. کی به سگا اهمیت میده؟ خوش به حالت امیلی. همیشه آرامشت لجم و در می آورد. اما من مثل تو نیستم. هیچ وقت آروم و قرار ندارم. همیشه در تلاطمم. شاید به خاطر بیتوجهی پریمیلر ابله همیشه عین مرغ پرکنده بودم. تو نمیفهمی چی میگم. اما وقتی کسی و دوست داری و محلت نمیذاره، وقتی اصلا نمیبینده، داغ میکنی. کفری میشی. میخوای بزنی به سیم آخر. منم زدم به سیم آخر. میخوام ازدواج کنم. شاید اینجوری بالاخره آروم بگیرم. حالا حدس بزن با کی؟ همه چی یهویی شد. چند روز پیش اتفاقی تدیو دیدم. با هم رفتیم قدم بزنیم. تو جاده کوهستانی بودیم که طوفان بعدی شروع شد. هیچ جا نبود که پناه بگیریم. رد و برق میزد. بارون مثل سیل از آسمون میومد. شرایط بعدی بود. اعصابم حسابی خورد شده بود. به زمین و زمان ناسزا میگفتم. آخرش مثل دختره احمق و لوس زدم زیر گریه. تدی کمی دل داریم داد. بعدم ازم خواستگاری کرد. نامه از دستم افتاد. ما تو به دیوار روبروم سر زدم. سه بار دیگه نامیه الذ رو خوندم بعد رفتم کنار پنجره جمرات نامه مثل مار نیشم میزد اول شک داشتم ولی بعد قبول کردم با هم کنار میایم، ازم خواستگاری کرد درست پریو دوست دارم اما هم مرد جذابیه شوهر ازش در میاد باید ساختوشم بشی شبه تدی و پشت پنجره دیدم که دور و دورتر میشد فکر کردم اگه اون شب که صدام کرد میرفتم چیزی تغییر می کرد؟ شب تا صبح خوابم نبرد. این سوال تا صبح تو مغزم وول می خورد. صبح خسته و کسه لباس پوشیدم. نگام افتاد به شیشه پنجره. به قیافه افسردم زل زدم. زیر لب زمزمه کردم. همه چی تموم شد. به قول ایلزه چه گندی زدم. زندگی دردناک بود ولی ادامه داشت. به خاطر هیچ کس هم وای غرور ماری ها کمک کرد نامهای پر از تبریک و آرزوی خوب برای ایلزه بنویسم. خبر نامزدی ایلزه و تدی تو روزنامه های مونترال و جزیره چاپ شد. دکتر برنلی خیلی خوشحال بود. معلوم بود از انتخاب ایلزه راضیه. از وصلت دخترش با تدی سر از پا نمیشناخت. میگفت میخواد مراسم عروسی با شکوهی براشون بگیره. میدونست قرار ساخت عروس بشم. ازم قول گرفت تو برنامه جشن عروسی کمکش کنم. قول دادم. مجبور بودم. هیچ کس نباید میفهمید تو دلم چی میگذره. حتی اگه به قیمت جونم تموم میشد. تاریخ عروسی مشخص شد. اوایل بهار. ایلزه گفت دوست داره لباس ساقدوش آبی باشه. میدونستم اقراق و زیاده روی و دوست داره. اما تو انتخاب رنگ لباس ساختوش مراعاتمو کرده بود. ولی حتم داشتم تو انتخاب لباس عروس مراعاتی در کار نیست. با روحیه ای که ازش سراخ داشتم مطمئن بودم هر لباسی میپوشه غیر معمولی. پاییز گذشت و زمستون از راه رسید. زمستون کمرمقی بود. سرد بود ولی از برف خبری نبود. برا همین شبونه و تک و تنها تو جزیره پرسه می زدم. قدم زدن بین درختای لخت زیر نور وهمالود ماه برام لذت بخش بود. کسی دیگه این کارو نمی کرد چون کسی مثل من دمدمی مزاج نبود. تو همین پرسه زدنا خانم کنتو دیدم. تو تاریکی صدام کرد. از جا پریدم. گفت نزدیک غروب دیدم از اینجا رد شدی. منتظر بودم برگردی. باید با حرف بزنم. بیا، تا خونم راهی نیست. بی میل دنبالش رفتم. خونه خانم کنت هیچ تغییری نکرده. مثل قدیما کهنه و زبار در رفته. عکس جدیدی از تدی روشومینه بود. پشت به عکس تدی رو صندلی نشستم. خانم کنتم رو بروم نشست. نفرت قدیمی تو نگاهش بود. گفت، میدونی ایلزه میخواد با تدی عروسی کنه؟ بله. چه حسی داری؟ بیتاب گفتم، احساسم چه اهمیتی داره تدی ایلزا رو انتخاب کرده ایلزا هم دختر فوقلادهیه مطمئنم با هم خوشبخت میشن گفتی عاشقشی هنوزم هستی؟ بهتر بود بگم دیگه هیچ احساسی به تدی ندارم فراموشش کردم اما نتونستم نتونستم عشقم و کتمان کنم گفتم بله هنوزم خانم کنت پوزخند زد گفت قبلا ازت متنفر بودم ولی دیگه نیستم حالا مثل همیم هر دو عاشق تدی هستیم اما تدی فراموشمون کرده رفته سراغ یکی دیگه امیدوارم کینه ی ایلزه رو به دل نگرفته باشین نه لازم نیست نگرانش باشم با اینکه از تو خوشگلتره اما هیچ وقت تدی و تصاحب نمیکنه تو چی ناراحت نیستی انقدر سرم شلوغه که وقتی برا قصه خوردن ندارم ماریهای عاقل شایدم اینجوری برات بهتره اگه با تدی عروسی می کردی قلب تو میشکست همیشه همینطوره. شبی که تو قبر سونون حرفا رو به هم زدی یادته؟ حرفای وحشتناکی که باعث شد تدی بره؟ باعث شد تدی رو از دست بدی؟ پشیمون نیستی؟ نه برعکس. اگه حرفای من راه تدی رو باز کرده باشه خوشحالم. خیلی خوشحال. خانم کنت نگاهش رو ازم دوستید. گفت عشق ما مثل هم نیست. کاش جرأت داشتم اعتراف کنم. ولی نه چه فایده داره دیگه خیلی دیر شده همه چی دلگیره از وقتی تدی به ایلز دل بسته همه چی دلگیرتر شده دیگه براش اهمیتی ندارم برای هیچ کس اهمیتی ندارم صداش غمگین و ناامید بود دلم براش سوخت گفتم دوست دارین گاهی بهتون سر بزنم فقط قول بدین در مورد تدی حرف نزنین خانم کنت پوزخند زد و گفت <تصفح> بد نیست میشینیم روبروی هم با هم در مورد آب و هوا حرف میزنیم اما به تدی فکر میکنیم اگر چیزی لازم داشتین خانم کنت نذاش حرفم و تموم کنم بلند و عصبی خندید گفت <تصفيق> <تصفيق> پیشنهاد خوبیه برام آرامش و شادی بیار میاری؟ <applause> وقتی در و پشت سرم بستم صدای گریه خانم کنت منقلبم کرد تصمیم گرفتم هر از گاهی برم دیدنش. هفته ای دو سه بار بهش سر می زدم. با هم چای می خوردیم، حرف می زدیم، گاهی براش کتاب می بردم. گاهی هم کتابای خانم کنتو قرض می گرفتم. رفتار خانم کنتم با هم عوض شد. دیگه ازم متنفر نبود. حتی از دیدنم خوشحال می شد. بالاخره زمستون گذشت، بهار رسید. ایلزام با بهار اومد. مثل همیشه سرخوش و بیخیال. جوری که رفتارش خاله الیزابت و خاله لورا رو میترسوند. باور نمیکردن دختری که به زودی ازدواج میکنه انقدر بیمسئولیت و سطحی باشه. ایلزه با نگاهی فهمید امیلی سابق نیستم. اما فکر میکرد دلیل دلمردگیم دمخور بودن با خاله های پیرمه. با تدی تو مونترال خونه گرفته بودن. پیشنهاد داد زمستون برم پیششون. هیچ علاقه نداشتم مهمون خونه ی تدی باشم. برا همین قولی ندادم. اما مجبور بودم پا به پای ایلزه برای جشن عروسی تدارک ببینم. همه جا همراهش باشم. دو هفته تا عروسی مونده بود. تدی دو روز دیگه می اومد. اما ایلزه هنوز مردد بود. وقتی فهرست مهمونا رو می نوشتیم گفت تدی کم کم حوصله سربر میشه. بعید نیست یه روز غوری و پرت کنم طرفش. فقط عاشق قیافش شدم. گفتم یه نگاه دیگه به فهرست بنداز کسی و جان اندازیم. بزا ببینم. به به چه خاندان نفیسی. همشون عتیقان. چقدر دلم میخواد هرچه زودتر این مراسم لعنتی تموم بشه. ببینم پریو دعوت کردی؟ آره پری لعنتی بعد مهمونی خانم چیلدا کلا ازش قطع امید کردم مثل احمقا منتظر بودم هر لحظه برسه اما تدی گفت سرش شلوختر از این حرفاست که وقتشو به مهمونی تلف کنه کار یه جوری کورش کرده که حتی فرصت نداره عاشق بشه هشدار تدی عقلم آورد سر جاش ساکت شدم حتما تدی میخواسته اینجوری توجه ایلزه رو جلب کنه بهش نزدیک بشه ورجیه بی سر و ته ایلزه ادامه داشت. برای اولین بار حوصله حرفشو نداشتم، اما روم نمیشد بهش بگم. مجبور بودم تا عروسی همه چی رو تحمل کنم، حتی ورجیه ایلزه رو. بعد روز طولانی که با ایلزه گذرونده بودم، خیلی خسته بودم، اما فکر و خیالای مختلف نمیذاش بخوابم. برای اینکه ذهنمو منحرف کنم، کتابی رو که از خانم کنت گرفته بودم باز کردم. اما پاکت نامه یولای کتاب پیدا کردم. نامه از طرف دیوید کنت بود، همسر خانم کنت. نمی دونستم خانم کنت از نامه توی کتاب خبر داره یا نه چون پاکت نامه باز نشده بود روز بعد رفتم پیش خانم کنت فهمیدم از نامه خبر نداره وقتی چشمش به دستخط روی پاکت افتاد رنگش پرید با لکنت گفت لا... لای... کتاب بود شاید نامه به گذشته خانم کنت و رفتار عجیبش رفت داشت با ملایمت گفتم تنهاتون میذارم که بخونین همون شب خانم کنت یادداشتی فرستاد تا برم دیدنش حد زدم به نامه رب داشته باشه. تا چشمم به خانم کنت افتاد فهمیدم چیزی تغییر کرده. انگار غم توی چشماش به آرامش تبدیل شده بود. انگار روح شکنجه شدهش از شکنجهگاه آزاد شده بود. گفت نامه ای که پیدا کردی از جهنم آزادم کرد. زندم کردی. تو با اون نامه نجاتم دادی. اما من کار وحشتناکی در حقت کردم که باید بهت بگم. شاید بهتر چیزی نگین. تو نامه ی دیویدو برام آوردی. تو پیداش کردی نمیدونی چقدر عاشق دیوید بودم دیویدم دوسم داشت اما خونوادش دوسم نداشتن با ازدواجمون مخالف بودن فکر میکردن من در حد دیوید نیستم دائم مسخرم میکردن. اما برا مهم نبود مهم این بود که دیوید دوسم داشت ما خیلی خوشبخت بودیم خیلی تا اینکه چراغ افتاد رو صورتم سوختم زش شدم دیگه به خودم اطمینان نداشتم فکر می کردم دیوید دیگه دوستم نداره. عصبی شده بودم. سر هر چیز کوچیکی دعوا را اما دیوید همیشه کوتاه می اومد. هر دفعه منو می بخشید. به هر چیزی که دیوید بهش علاقه داشت حسودی می کردم. حتی نگفتم حاملم. چون می ترسیدم رو بیشتر از من دوست داشته باشه. از حسودی دیوونه شده بودم. سگشو مسموم کردم چون فکر می کردم سگشو از من بیشتر دوست داره. دیوید فهمید کار من بوده با هم دعوا کرد بعد برای کار رفت وینپک انقدر از حرفاش عصبانی بودم که دعا کردم دیگه هیچ وقت نبینمش دوام مستجاب شد دیوید دیگه بر نگشت دیگه ندیدمش تو ویپینگ مرد از ذات و ریه پرستارش دختر جوانی بود وسایلش رو برام آورد دیدن پرستار زیباش بیشتر عصبانیم کرد مطمئن بودم دم مرگم منو نبخشیده به خاطر سگش هنوزم از عصبانی بوده بدتر از همه عاشق پرستارش شده تا ازم انتقام بگیره کینه قلبمو پر کرده بود به وسایل دیوید دست نزدم حتی لای کتابش رو باز نکردم از پیش خانواده دیوید فرار کردم اومدم اینجا و تدی رو دنیا آوردم بعد دیوید تدی تنها چیز ارزشمندی بود که داشتم تنها چیزی که به خاطرش زنده بودم برا همینم ازت از متنفر بودم یهو سر و کلت پیدا شده بود و میخواستی تدی و ازم بدوستی تنها چیزی که برام مونده بود منم کار وحشتناکی در حقت کردم اما تو نامه دیویدو و برام آوردی نامه ای که زندگیمو زیر و رو کرد نامه ای که روزای آخر عمرش برام نوشته بود نامه ای که منو از اشتباه بیست و هفت سالم در بود بیست و هفت سال بیست و هفت سال فکر می کردم ازم متنفر بوده اما در واقع عاشقم بوده دیوید تا لحظه مرگ عاشقم بوده نمیدونی فهمیدن این موضوع چقدر برام عرزش منده؟ امیلی تو نامه دیویدو به هم رسوندی اما من نامه تدیو ازت دوست دیدم یاد پاکت نامه خالی تدی افتادم بغز گلوم و فشار داد خانم کنت گفت تدی قبل رفتن برات نامه نوشته بود وقتی رفت بیرون نامشو خوندم نوشته بود عاشقته نوشته بود نتونسته قبل رفتنش بهت بگه نوشته بود اگه تو هم دوستش داری براش بنویسی انقدر ازت متنفر بودم که نامه رو سوزوندم. پاکت نامه رو با شعری که توش بود گذاشتم سر جاش. تدیم نفهمید. از کارم پشیمون نبودم. تا امروز. تا امروز که نامه دیویدو برام آوردی. میدونم کار وحشتناکی کردم. منو میبخشی امیلی؟ اشکام سراسیر شد. اشتباه نکرده بودم. تدی دوستم داشته. عشقمون دو طرفه بوده دیگه احساس حقارت نمی کردم. دیگه خجالت زده نبودم حس می کردم تازه متولد شدم سبک شده بودم از ته دل گفتم بله می بخشم خانم کنت دستم و گرفت گفت شاید هنوز دیر نشده باشه به تدی میگم چی کار کردم وحشت زده گفتم نه خواهش میکنم خانم کنت تدی الان عاشق ایلزه است چیزی درست نمیشه فقط خرابتر میشه اگه واقعا از کارتون پشیمونین چیزی به تدی نگین اما قلبت میشکنه نه حداقل میدونم تدی دوستم داشته غرور ماری ها نه غرورت قوی تر از عشقه مگه نه رفتم سمت در زیر لب گفتم شاید وقتی رسیدم نیومون پریمیلر منتظرم بود تو شرایطی نبودم که بخوام باهاش حرف بزنم اما پری از دلم خبر نداشت. گلایه کرد. فکر نمی کردم تدی این طوری پسم بزنه. آرش اومده منو ساق دوش کنه. عصبانی شدم. حق نداشت به تدی اتهام بزنه. اونم اتهامی که بهش وارد نبود. ناخودگاه از تدی دفاع کردم. میخوای ساقدوش داماد بشی؟ اونم وقتی تمام این سالها ایلزه امیدوار بوده خود داماد بشی؟ لبم و گاز گرفتم. چیزی گفته بودم که نباید میگفتم. به دوستم خیانت کرده بودم از اعتمادش سوء استفاده کرده بودم پری چند لحظه ما تو مبهود نگام کرد بعد گفت اصلا میفهمی چی میگی امیلی؟ ایلزه؟ ایلزه سایه منو با تیر میزد ایرادی نبود که ازم نگیره به ایلزه بود میگفت نفس نکشم چون آدم نفس کشیدن و بلد نیستم همش از علاقه بود انقدر دوستت داشت که میخواست عالی و بینقص باشی برای همین از کارات هرس میخورد حالا که فهمیدی چرا ساخت داماد نیستی نظر کسی بفهمه نباید این حرفو می زدم ایلزه نباید بفهمه قول بده بروی خودت نیاری پری فوری گفت آره آره قول میدم گوشام انقدر دراز نیست که باور کنم ایلزه دختر دکتر بینلی عاشق کارگر مزرعی نیومون بوده درست پیشرفت کردم درست دیگه میدونم سر میز شام کدوم چنگالو بردارم اما گذشته ها رو فراموش نکردم الان که فکر می کنم می بینم خیلی نادون بودم. چطور جرأت کردم ازت خواستگاری کنم؟ تو و ایلزه همین که دوستی و قبول کردین از سرم زیاده. دیگه نباید چیز بیشتری بخوام. بعد دو هفته پرکار شب عروسی رسید. تدی ده روز پیش رسیده بود. تو این ده روز دو بار دیدمش. هر دوبارم رفتارش خیلی سرد و رسمی بود. ده روز آزاردهنده ای که آرزو می کردم هر چه زودتر بگذره. ایلزه گفت شب عروسی ساختوش باید پیش عروس بمونه. قول داد گریه و زاری نکنه. با پرحرفی هم حسلم و سر نبره. تا حدی حد سر قلش موند. فقط نصف شب برای اعتراف بیدارم کرد. گفت دیروز با تدی دعوام شد. رفتم ساحل. فکر میکنی کیو دیدم؟ پری میلر. چیزی نمونده بود بهش بگم تو تنها مردی هستی که دوستش دارم. بیا با هم ازدواج کنیم. اما نگفتم. به نظرت وقتی هشتاد سالم بشه رو نمیخورم؟ خوابالوت گفتم ولی گفتی فکر پریو از سرت بیرون کردی تو هم باور کردی؟ کاش به همین سادگی بود بعد دوباره خوابید اما من دیگه خوابم نبرد فکر کردم اگه با علامت تدی میرفتم پیشش عروس فردا من بودم نه ایلزه همه چی برای مراسم آماده بود دکتر بنلی میخواست همه چی عالی باشه مخصوصا شام و کیک عروسی خاله الیزابت کیک و پخت دستور پخت استیک و جوجه ها رو داد خاله لورا هم سالاد و سسش رو آماده کرد قرار بود همه چی عالی باشه اما دکتر برنلی خیلی نگران بود از سر صبح تو خونه میچرخید همه چی و وارسی می کرد چپ و راست دستور میداد پسرم و جیمی زیر گوشم غرغر کرد این بسات که جمع میشه چیزی نمونده از خستگی از حال بری همون موقع ایلزا از طبقه بالا صدام کرد وقتی رفتم پیشش گریه کرده بود متعجب گفتم گریه کردی چرا ایلزه دماغش رو بالا کشید گفت <تص> انقدر حالم خرابه که میترسم به کشیش زبون درزی کنم درم میخواد جیغ بکشم همه چیو به هم بریزم بس امیلی تو دیگه شروع نکن تو این هفته از بس شنیدم چقدر خوش راستم و چه شوهر نمونه ای پیدا کردم او قم میگیره تو رو خود تو یکی از تدی بد بگو آخه مگه تدی چی داره حتی بلد نیست دعوا کنه چرا باید با کسی عروسی کنم که انقدر تو دعوا را انداختن بی داده؟ <applause> <applause> ایلزا رو آروم کردم کمکش کردم لباس بپوشه وقتی آماده شد هیجان زده گفتم تو این لباس خیلی زیبا شدی عین ملکه ها ایلزه به خودش تو آینه نگاه کرد آهی کشید و گفت یادت وقتی بچه بودیم سر نقش عروس نمایش دعوامون می شد الانم هم همون حالو دارم فکر می کنم همه چی نمایشه. بازیه. همون موقع دکتر بنلی صدام کرد. هنوز کلی کار بود که باید سر و سامون می ددم. خم شدم. پیشونی ایلزه رو بوسیدم. براش آرزوی خوشبختی کردم. بعد از پله ها دویدم پایین. خاله ایزابل رو پله ها معرکه گرفته بود. وحشت زده گفت اتفاق وحشتناکی افتاده. جوون بیچاره. چقدر خوش بود. چقدر باهوش. دکتر بیل نیومد. مجبور شدن با تاکسی برسوننش بیمارستان انقدر تو تصادف در و داغون شده بود که احتمالا تو الان مرده امه یلزه گفت جوون بیچاره میشناختیش؟ آره تازگی وکیل شده بود همه تو جزیره پریمیلی رو میشناسن جیغ زدم به در اتاق ایلزه نگاه کردم نیمه باز بود دکتر بنلی عصبی به هم گفت نزار ایلزه چیزی بفهمه با پریمیلر صمیمی بود حتما به هم میریزه مسترب رفتم تو اتاق ایلزه اما ایلزه تو اتاق نبود فقط گل و تور عروسیش وسط اتاق افتاده بود رفتم سمت پنجره باز دکتر مینلی هم رسید وحش از زده گفت چی شده؟ ایلزه کجاست؟ رفته؟ رفته؟ کجا رفته؟ احتمالا سراغ پریمیلر لعنتی گندش بزنن الان چه وقت تصادف کردن بود؟ مهمونا وقتی فهمیدن چه اتفاقی افتاده بهت زده شدن دکتر بنری رفت دنبال دخترش بیمارستان نزدیک گروه بدون ایلزه برگشت از ناراحتی دیوونه شده بود به زمین و زمان ناسزا میگفت خاله الیزابت خواست آرومش کنه اما بعد بهش حق داد بهت زده به خاله لورا گفت گفته بر نمیگرده با اینکه پریمیلر حالش خوب بوده تو بیمارستان مونده گفته نمیخواد با تهدی عروسی کنه چه افتضاحی همچین چیزی تا حالا سابقه نداشته خاله لورا نزدیک بود قش کنه به گریه افتاد رنگ پریده گفت حالا کی میخواد به مهمونا بگه؟ کی میخواد این آشفتگی و سر و سامون بده؟ خدایا کی میخواد به تدی بگه؟ پسر بیچاره <applause> بعدم گریهش بیشتر شد دلم میخواست از درهم برهم یه اوزا جیغ بکشم یا مثل خاله لورا گریه کنم اما نه گریه فایده داشت نه جیخ کشیدن به جاش مهمونای سرگردون رو راهنمایی کردم سر میزشان غذا خوشمزه و مفصل بود اما به کسی نچسبید با اتفاقی که افتاده بود به هیچ کس خوش نگذشت کسی جرأت نداشت حرفی بزنه مهمونا میترسیدن هر حرفی بزنن اوزار رو خرابتر کنن از تدی و خانم کنتم خبری نبود اون موقع به هیچی فکر نمیکردم جز تدی کجا بود چه حسی داشت چیکار میکرد از ایلزه دلخور بودم که این کارو با تدی کرده. بالاخره مراسم ناراحت کننده شام تموم شد. مهمونا کم کم رفتن خونشون. نگاهی به کادوهایی که مهمونا آورده بودن انداختم. فردا باید همشون رو پس میفرستادیم. فکر کردم چه بد اقبالی. دنیا باید از نو تنظیم میشد. انقدر خسته بودم که نمیخواستم به تنظیم دوباره دنیا فکر کنم. برا همین مستقیم رفتم تو تخت. دو روز بعد سر و ایلزه پیدا شد. سرزده اومد تو اتاقم. بهش خیره شدم. به نظرم نمی اومد پشیمون یا ناراحت باشه. برعکس خیلی هم خوشحال بود. بی مقدمه گفت پس لرزه ها تموم شد. چطور تونستی؟ مثل آب خوردن. شرماوره ولی از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجم. درستترین کار زندگی ما کردم. اصلا به تدی فکر کردی؟ مگه تو به دین فکر کردی؟ سرخ شدم. گفتم میدونم خیلی بهش بد کردم ولی ولی لاقل تو عروسی ولش نکردی. میدونم ولی وقتی شنیدم پریمورده دیگه حالا خودم و نفهمیدم دیوونه شده بودم دیگه حتی به خودم فکر نمی کردم. چه برسه به تدی فقط میخواستم یه بار دیگه ببینمش دلت برا تدی نسوزه عاشقم نبود شاید تو این ماجرا فقط غرورش شریح دار شده باشه اونم دیر یا زود یادش میره بعد این جریانات تدی و دیدی باهاش حرف زدی نه رفته مونترال نگرانش نباش خیلی زود همه چی یادش میره من و پریم سال دیگه ازدواج میکنیم همه قرارامونو گذاشتیم همونجا تو بیمارستان وقتی با لباس عروسی دویدم تو بیمارستان همه پرستارا فکر کردن از آسایشگاه دکتر پرسی فرار کردم اما دیگه هیچی برام مهم نبود تا دیدمش گفتم دوستش دارم درست یادم نیست من ازش خواستم با هم ازدواج کنه یا پری ازم تقاضای ازدواج کرد اهمیتی هم نداره تنها چیزی که مهمه اینه که من و پیری برای هم ساخته شدیم پدرت چی؟ هنوز عصبانیه اما خوب میشه تو که منو میشناسی هر وقت هر کاری دلم خواسته کردم بیچاره پری ایلزه خندید گفت <applause> اما قول میدم همسر حرف شنوی باشم حالا میبینی تا سال دیگه سر و صدا ها میخوابه منو پریم بی سر و صدا عروسی میکنیم دیگه دلم تور و گل و لباس عروس نمیخواد ولی امیری چه فراره به موقعی بود اگه خاله ایزا به دهن لقی نکرده بود الان زن تدیکند بودم حق با ایلزه بود مردم با گذر زمان همه چی رو فراموش کردن. ایلزا بهار سال بعد با پری ازدواج کرد. بیشتر از هر وقت دیگه ای تنها شده بودم. جز بلند پروازی هم چیزی برام باقی نمونده بود. روزا و فصلا و سالها میومدن و می رفتن بدون اینکه اتفاق تازه ای بیفته. هر از گاهی خواستگاری برام پیدا میشد، اما ماریها ازدواج نکردنم و پذیرفته بودن. به قول دایوالیس یه پیر دختر دیگه تو نیومون. خبری از تدی نداشتم. اخبار پیشرفتش رو از روزنامه ها دنبال می کردم. نقاش مشهور بین المللی. اما تو نقاشی های تدی دیگه از من خبری نبود. نه از صورتم، نه از نگاهم، نه از لبخندم. مطمئن بودم تدی فراموشم کرده. خانم کنتم بعد به هم خوردن عروسی خونش رو فروخته بود. رفته بود با تدی زندگی کنه. زمستونی که مرد نامه ای برام نوشت. تو یاد داشتی نوشته بود. میدونم مریم نزدیکه. وقتی مردم به تدی بگو. خودم نتونستم بهش بگم لبخند تلخی زدم برا گفتن به تدی خیلی دیر بود تدی دیگه دوستم نداشت فراموشم کرده بود با این حال عاشقانه دوستش داشتم هر شب براش دعا میکردم تنها کاری که میشد از راه دور براش بکنم فکر می کردم دیگه چیزی ناراحتم نمیکنه اما وقتی شایه شد جیم بادرورز خونه معیوس و خریده دلم گرفت میگفتن جیم بادرورز میخواد خونه رو خراب کنه میخواد خونه بزرگتری بسازه باورم نمیشد دین خونه معیوس و بفروشه. چند روزی ناراحت بودم، اما بعد همه چی مثل سابق شد. شبا و نوشتن جزی از زندگی ملالاورم شده بود، تا اینکه صدای سوت تدی همه چیز رو عوض کرد. به گوشم شک کردم، فکر کردم خواب و خیاله، اما خیالاتی نشده بودم. بازم صدای آشنا و گوش نواز علامتمون رو شنیدم. تدی تو بوتزار بود، منتظرم بود. این بار منتظرش نزاشتم، دویدم. آهسته از باغ رد شدم رسیدم به بوتزار تدی اونجا بود فاصله ای بینمون نبود گفت امیلی نگو عاشقم نیستی دیگه نگو اشکام سرازیر شد تدی باز گفت تمام عمرم خواستم بهت بگم دوستت دارم اما هر دفعه نشد وقتی فهمیدم مریضی خیلی دور بودم کم مونده بود دیوونه میخواستم همه چی و ول کنم و بیام اما مادرم برام نوشت با دین نامزد کردی برام سخت بود اما خواسته تو خواسته من بود تا اینکه نساشتی سوار کشتی فلاوین بشم همون موقع فهمیدم ما مال همیم امیلی چرا جواب نامه هامو ندادی؟ نامت بهم هم نرسید نرسید ولی خودم آوردمش میدونم ولی خانم کنت مادرم نباید در موردش بد قضاوت کنی مادرت زن غمگینی بود بیا فراموشش کنیم منم مقصر بودم اگه وقتی صدام کردی می اومدم شاید همه چی طور دیگه ای پیش می رفت. دیدم ات نشستی پشت میزت مطمئن بودم صدامو شنیدی اما نیومدی دیگه امیدی نداشتم جز وقتایی که ستاره آلفا رو تو آسمون می دیدم می دونستم ایلزه عاشقم نیست اما میخواستم خواستم به عنوان شوهر دوست تو ذهنت بمونم تدی خندید بعد گفت ها. اما ایلزه هم تو مراسم عروسی ولم کرد خیلی عصبانی بودم غرورم جریه دار شده بود. دیگه نمیخواستم به هیچ زنی فکر کنم. اما نتونستم. وقتی به ماری ها گفتم میخوام با تدی ازدواج کنم هیچ کدوم مخالفت نکردن. هیچ کس با ازدواجمون مخالف نبود. حتی کلیه پیرم گفت آهان این شد یه چیزی. بعد مراسم ساده و بی سر و صدامون نامه زخیمی از دین به دستم رسید. سند خونه معیوس و فرستاده بود. تو یادداشتی نوشته بود خونه معیوس دیگه قرار نیست معیوس بمونه. اینم هدیه من به تو ستاره عزیز.